انقلاب مردم ایران برای رهایی ظلم جمهوری اسلامی تموم نشده. ظلم و وقاحت این رژیم هم از قبل کمتر نشده. ما اعدام ها، کشتار و چشمای جوونامونو فراموش نکردیم. ما 44 سال غارت کشورمون و تجاوز و کثافتکاری کسایی که مدعی دین و دینداری بودن رو فراموش نکردیم. ما خفت و نداشتن حقوق اولیه انسانیمون رو فراموش نکردیم. ما سختی ها، گرسنگی، گرونی و بی‌اعتباریمون تو دنیا رو فراموش نکردیم. ما خوب میدونیم که حتی اگه همه دنیا هم با دشمنای مردم ایران باشن، تنها راه رهایی و چیزی که همه نقشه ها و تبانی ها رو به هم میزنه همت خودمونه. متحد، پر جمعیت و همدل و همراه بلند میشیم و آزادی ایرانمون رو فریاد میزنیم. این بار بزرگتر، بیشتر و کوبنده تر از قبل. سال روز کشتن مهسا، در سراسر ایران تو میدونای اصلی شهرها جمع میشیم و اقتدار پوشالیشون رو سرشون خراب میکنیم. ما فراموش نکردیم و نمیکنیم. ما ایرانمون از شیادایی که اشغالش کردن پس میگیریم. ما مردم ایران متحد و یک دست، فارغ از هر حزب و گروه، برای ایران، برای زن، زندگی و آزادی، همه در یک روز، 25 شهریور ماه مصادف با 16 سپتامبر در ایران و 4 گوشه جهان، در شهرهای مختلف گرد هم خواهیم اومد و فضا رو تنین انداز فریادهای دشمن شکنمون خواهیم کرد. درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودن تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم، مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. آلمان لعنتی فوق العاده گرم شده، اینقدر گرم شده که همون حرف ما شد، جهنم آلمان، جهنم سرد هیتلری. از همه شما عزیزان خواهش میکنم امروز دوشنبه و بعد پس فردا چهارشنبه و سرانجام آدینه این سه برنامه میهن پرستان رو که بنده افتخار برگزاریشو دارم و میام بر خانه های شما مهمانتون هستم، با دقت کامل گوش کنید. هر چه که میگویم مسئولیت خودمه، هر کلیپی پخش میشه به مسئولیت خودمه. من به شما نمیگم بیاید توی خیابونای خارج از کشور یا داخل کشور تو خیابون، بهتون نمیگم نیایید، هر کاری عشقتونه بکنید. آنچه که لازم است بهتون میگم، میخواهید گوش کنید بکنید، میخواهید نکنید نکنید. من با هیچ کس مشکل شخصی ندارم. اول تکلیفم باهاتون روشن کنم یه 4-5 دقیقه که بعد از جناب مهندس خواهش کنم کلیپ نخست برنامه رو مثل همیشه پخش کنن، که این کلیپ عرض کنم در طول این دو ماه اخیر پخش شد. آفرین به مهندس سیاوش گرامی، وسط برنامه فل بدایه با تمام مشکلاتی که اینو وصل کن اونو وصل کن، وصل و پینه کن، جواب مردم بده، جواب منو بده که آقا اینو پخش و اونو پخش کن، یک مرتبه این ایده اومد رو فکر این مرد شریف میانپرست که آقا ما این پیام اعلیحضرت رو پخش کنیم هر روز. یه جرقه آسمانی هم مثل خروش آسمانی، نه گوگوش آسمانی ها، خروش آسمانی، نه موش آسمانی ها، خورد تو ملاج من این رد و برق. قدیمی ها میگفتن آسمون قرنبه. یاد سرکار بانو پرستو اصلانی افتادم که ما ایشون هم داریم که خیلی زیبا هم دکلمه میکنن، صدای خیلی زیبایی دارن، اصلا مخصوص این کاره برای گویندگی، و برادر عزیزشون هم که میتونن کلیپ درست کنن. تمام این داستان در عرض چند ثانیه اومد تو سر من، پیام جناب سیاوش تبدیل شد با صدای زیبای بانو پرستو اصلانی مبارز، که روان پدر عزیزشون استاد عزیز استاد پرویز اصلانی روانشون شاد، خیلی زود از پیش ما رفتن. عرض کنم با صدای زیبایشون کار زیبای پیمان عزیز برادر ایشون دست به دست هم داده شد و تبدیل شد به این کلیپی که در طول این مدت از سنگر ایران آریایی، سنگر خانه مشروط خواهان، که من وظیفه دارم هر از چنگاهی همیشه تشکر بکنم، سپاسگزاری بکنم از جناب آقای آریان وطنخواه. اینو همیشه گفتم، بازم میگم از صمیم قلبم، این مرد شریف میهن پرست که خون و دل خورد، خون و جگر خورد تا کارو به اینجا برسونه، و امروز که این بچه ها تو خیابونا فریاد رضا شاه روحت شاد سر میدن و امروز کار به اینجا کشید که سرانجام ما میهن پرستان میخمونو کوبیدیم بین این همه دشمنی که در طول دوشنبه و چهارشنبه و جمعه با شما راجبشون گفتگو خواهیم کرد، که دوزاریتون بیفته که چرا میخواین بیاین تو خیابون یا چرا نمیخواین بیاین تو خیابون، یا هنوز مردد هستید که آیا برم یا نرم، هنوز تو کار شیری یا خطید. این مرد شریف که امیدوارم خداوند عزت به ایشون بده، هیچ وقت تن و بدنش مریض نشه، از صمیم قلبم میگم
و امیدوارم همیشه سربلند باشه که هست، چون مرد شریفی است، مرد میان پرستی است، آدم عقده‌ای نیستش، حسود نیست و همیشه به ما انرژی مثبت میده، همیشه از ما رو تشویق میکنه. هیچ وقت هم تو کار من یکی حالا نه دخالتی کرده، آقا اینه نگو، آقا اونو بگو، آقا اینه پرد نگو، آقا اون پرد، همیشه نصیحت کرده، دخالت نکرده. و این مرد بسیار شریف از زندگیش، از تفریش، از همه چیش زد و این خانه رو برای ما درست کرد. دست گلش درد نکنه، دعا به جونش بکنید که این سنگر رو برای همه ما درست کرد. و این انقلاب و این حرکاتی که امروز در ایران میشه، بنیان گذارش همین جناب آقای وطن‌خواه بوده با همین خونه‌ای که درست کرده. اینو میگم برای ثبت در تاریخ که یه مش انقلاب دزد نیان خیال کنن تازه گرد راه رسیدن خیال کنن خبریه. نه بالام جان، ما حواسمون جمع جمعه، ما میهن پرستان بهتون ثابت کردیم که ما اول صفیم و دیدید که پوز همه تونو زدیم. و آفرین به سیاوش عزیز، این مرد شریف. به خدا قسم خود من الان یکی دو هفته دیگه میشه 6 سال من اینجا، شاهدم با چه خون و جگری این مرد ما رو به شما وصل کرد. با پیچ و مهره اینو واکن، ببن به اون، اونو ببن به این، این کارو بکن، اون کار. حالا شاید پیش یه عدتون که کارهای کامپیوتر بگه آقا کالی نداری، 4 تا سیمه. آره 4 تا سیمه. این مرد با هر بدبختی بود 1 دقیقه برنامه های ما رو عقب ننداخت. همیشه تصویر خوب، صدای خوب، با 1001 مشکلات و اظهار لطف و محبت داشته، حداقلش به من، من راجع به خودم میگم. به هر حال من ممنونم از مدیریت این سنگر و از آقای مهندس سیاوش گرامی که ایشونم جزو تصمیم گیرنده ها و عزیزان این سنگر هستن و من یکی ممنونشونم. اساسا من اینجا نشستم، این دو بزرگوار اگر چراغ سبز نمیدادن من که اینجا نمیومدم. که هرچند استاد سیاوش آذری گفتن، شما گفتید، ولی به هر حال تصمیم مدیریتم بوده دیگه. و من وظیفمه در این امشب، وظیفم بود این چند دقیقه رو بگم و از طرف همه میهن پرستان راستین، یه مش انسانهای شریف که زبونشون و دلشون یکیه، اینجا نمیگن درود به شرفت پایستن، میگن بله بله، نه من همینم، ظاهر و باطنم همینه، من زیر و رو ندارم، من یه رو دارم، دو رو ندارم. و وظیفم این بود، از صبحم تو فکرش بودم که این 4-5 دقیقه رو بگم. جناب وطن‌خواه، خیلی ازتون از سوی همه میهن پرستان شریف، مشروط خواهان راستین، نه یه مش قلابی دوزاری نسوق چی، یه مش علاف، یه مش خجالتی، یه مش بی پدر و مادر که زیر کت اعلیحضرت میرن قایم میشن، ازتون سپاسگزاریم و ممنونیم از این که این همه برای ما زحمت کشیدید، ایران آریایی رو نگه داشتید. من شاهدم چقدر خون و جگر خوردید، حداقل این 5-6 سالشو خودم شاهد. و امیدواریم که سایه شما همیشه بالای سر میهن پرستان باشه تا روز پیروزی، که این سنگر رو حالا میخواید منتقلش کنید به ایران، تعطیلش رو من نمیدونم، ولی به هر حال تا لحظه پیروزی شما آقای وطن‌خواه در این پیروزی، در این نبرد، در این انقلاب شاه و مردم خیلی نقش بزرگی رو بازی کردید. من خیلی افتخار میکنم که افتخار سربازی و شاگردی این سنگر رو داشتم. از شما هم جناب مهندس سیاوش گرامی بی‌نهایت سپاسگزارم، از طرف همه بچهای میهن پرست و یاد همه عزیزانی که در اینجا بودند و دیگه نیستند و از پیش ما رفتن، استاد عزیز ما پهلوان سیروس افهمی، استاد دکتر حسن رهنوردی روانشون شاد که به ما یاد دادن، و سایر بزرگانی که دیگه در بین ما نیستند و رفتن از این دنیای بد، رخت سفر بستن. آقای مهندس، بریم کلیپ اعلیحضرت رو با هم نگاه بکنیم، برگردیم بیایم که کارو با بچه ها شروع کنیم. بچه ها امروز و چهارشنبه و آدینه هر چی ته جیبتونه بریزید تو ایران آریایی، بریزید که ما هم شارژ بشیم، داریم میریم با امید
خدای ایران زمین برای شروع انقلاب شاه و مردم. بریم آقای مهندس، من در خدمت. استانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و یک سالگی انقلاب زن زندگی آزادی، پیغامتون به مردم؟ پیغام من به همیهنانم این استش که علارغم تمام مشکلات، تمام سرکوبها، تمام خشونتها، تمام تهدیدها، تمام تحقیرها، بدونن که این سنگری است که نبایستی رها کرد و بایستی خیابونها رو نگه دارن، چون بالاخره اون زمان خواهد رسید برای تغییر. و چیزی که من به خصوص در نسل امروز میبینم استقامتشونه در مقابل تمام این تهدیدها، و این بزرگترین ضربه است به خود این نظام که همیشه سعی کرده روحیه رو از بین ببره، خرد بکنه، و خوشبختانه مقاومت رو در همیهنان هم میبینم. و بنابراین این سالگرد بسیار مسئله مهمی است که به خودمون و به جهانیان ثابت بکنیم که مردم ایران کجا وایستادن. توجه توجه، فرمان ملوکانه پادشاه ایران اعلی حضرت همایون شاهنشاه سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم پادشاه ایران می‌فرمایند: زادروز قهرمان سربلند وطن مجید رضا رهنورد است و ایرانیان آزادی خواه و میهن دوست یاد او را در سراسر جهان گرامی می‌دارند. زادروز مجید رضا را به شروع کارزاری 3 ماهه بدل کنیم و با برنامه ریزی، سازماندهی و همبستگی بیشتر آماده اعتراضات و اعتصابات در سال روز جاودانه شدن مهسا امینی شویم. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. امروز فرمان شاه داریم، حکم قیام داریم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. پیام نخست رو شنیدیم، بریم کار رو آغاز کنیم. از همه بچه ها در کلاب هاوس، اینستاگرام، هر جا که برنامه رو پخش میکنیدم ازتون سپاسگزارم، و بچه ها در فلتاش ببینید. همینان عزیز، روی سخنم الان با شما داخل کشوره. هیچ کس بهتر از خود شما وضعیت رو الان نمیتونه درک بکنه. فقر بیداد میکنه، فحشا، دزدی، تورم، گرانی، بیکاری، اعتیاد، نبود آب، نبود دارو و دوا، آب و هوای آلوده. یعنی شما به هر قسمتی که نگاه میکنید کارنامه فرقه تبهکاران صفره و زیر صفر. حتی شما عزیزانی که از جمهوری اشغالگر اسلامی به هر طریق به اینا وابسته شدید، یه چیزایی بهش میگن یارانه، یه همچین چیزی، یه چیزایی که بهتون میدن. اولا شما ملت گدا گرسنه‌ای نیستین که این گدا گرسنه‌های صدقه خور بخوام به شما صدقه بدن. دوما اگر مملکت رو حساب و کتاب بیفته، رو غلطک بیفته، از 60 سال به بالا دولت وظیفه‌شه به بازنشستگانی که کار کردن که حقوق بازنشستگیشون بده که درست زندگی کنن، و دیگرانی که به هر دلیلی کار نتونستن بکنن یا مسائلی بوده، دولت وظیفه‌شه زن و مرد بالای 60 ساله رو تأمین کنه. همه ایرانیان باید بیمه داشته باشن. بچه‌ای که به دنیا میاد تا لحظه‌ای که اون آقا و خانومی که بعد از 20 سال رخت سفر میبندن از این دنیا میمیرن، باید دارای دفترچه بیمه باشن. هیچ بیمارستانی دکتری حق نداره از شما پول بگیره، هیچ داروخانه حق نداره. یه چیزایی شاید مثلا شما 1000 تومان دارو بخرید، مثلا دولت بگه آقا 1% شما باید بدید، مثلا به طور مثال، یا بعضی از داروها مثل آلمانه باید بدید. در نهایت شما همتون باید بیمه باشی. هیچ ایرانی نباید گرسنه باشه، هیچ ایرانی نباید بی خانمان باشه. همه باید سقف داشته باشن، همه باید صاحب کار باشن.
نیروی کاری نیروی کار در ایران باید کار داشته باشه، دانشگاه‌ها باید دارای اساتید خوبی باشه، سراسر مملکت باید، تمام استان‌ها، مراکز استان‌ها باید دارای بهترین بیمارستان‌ها مجهز، زایشگاه‌ها باید دارای فرودگاه باشه، ایستگاه‌های قطار باشه، بیمارستان باشه، داروخانه‌های شبانه روزی باشه، دانشگاه باشه، کتابخانه باشه، موزه باشه، که همه چی به تهران خلاصه نشه. بعد مراکز عرض کنم و شهرهای بزرگ استان‌ها همچنین، و بعد اینا تقسیم بندی بشه، تقسیم بشه به بخش‌ها، به روستاها، که دیگه مثلا بچه‌ای که در شهر لار، در فسا، در ممسنی، در تغربه، در نمیدونم ترقبه، در چه میدونم ورامین، گرمسار، در این شهرهای کوچیک اطراف شهرهای بزرگ زندگی می‌کنه، این دیگه شال و کلاه نکنه به خاطر یه چشم درد و روده درد پاش بره مشهد، بره اصفهان، بره تهران، بره شیراز، بره این ور اون. بعد تو همون مرکز بخش که مثلا میگن آقا اینجا یه بخشیه، مرکزش مثلا فلان جاست، اینم یه 7-8 تا روستا داره، اون مرکز باید یه بیمارستان داشته باشه، یه دانشکده‌ای داشته باشه، که همه چی پخش بشه. این هدف آریامهر بزرگ بود که فرمودن پیش به سوی دروازه‌های تمدن. این زندگی نرمال، نه رویایی رو که من براتون دارم تعریف میکنم رو، اگر خواهانش هستید که هستید، اگر میخواید بچه زابل، بچه زاهدان، بچه نمیدونم بندر عباس، بچه نمیدونم بندر جاس، بچه چه میدونم گرگان، گنبد کاووس، دیگه برات بگم مهاباد، سقز، مراغه، دیگه همه این شهرهای کوچکی که در استانهای مختلف مملکتمون هستن، میخواید مسافرت کنی، حتما باید بیای تهران، یه شب اونجا بری پیش عمت، پیش خالت، بری مسافرخونه، بعد با بدبختی بری دم سفارت آلمان گدایی بکنی، ویزا بگیری، نه، هر اقدامی میکنی از شهر خودت بکنی، آنلاین از طریق اینترنت، ما مثل جهانی ها مثل آدم زندگی کنیم، هیچ کس سر خونش تکون نخوره، کارشو تو خونه بکنه، پرونداشو درست بکنه، برسه به مرکز استان، مثلا سنندج فرودگاه بین المللی داره، کرمانشاه فرودگاه بین المللی داره، همدان فرودگاه بین المللی داره، قزوین باید فرودگاه بین المللی، فرودگاه باید داشته باشه، حداقل 10 تا 12 تا فرودگاه بین المللی، که دیگه همه سرازی نشیم شال و کلا بکنیم، عمه و خاله و دایی و شاباجی خانم هم به خودمون بکشیم بیاریم تهران و حالا بریم شب خونه اینو عماقی زندگی کنیم، مثل آدم سفر بکنیم، یه ساک با خودمون ببریم، 500 کیلو با خودمون قرمه سبزی نبریم، 40 کیلو با خودمون کرم برداریم بیاریم، مثل این عقب افتاده های بدبخت، عقب افتاده بدبخت شدیم دیگه، دارو که نداریم. اگر میخواییم درست زندگی بکنیم و از این زندگی نکبت بار، نه فقط شما ها، نه که مثلا خواهی کنیم ما تو خارج کشور، ما وضع اون توپ توپه، ما شما وضع نکبت باریمون خیلی بدجوریه، منتها ما ظاهرمون چیزه، ظاهرمون فوکل کراواتیه، درونمون کرم خورده تا بد جایی. اگر هممون میخواییم دارای شخصیت انسانی بشیم، به کرامت انسانی برسیم، آدم بشیم و برگردیم به هویت ملی خودمون، آقا مسلمونه مسلمونه، آقا مسیحیه مسیحیه، یهودیه یهودی، آقا ایرانی هستی؟ بله. توی مملکت به دنیا اومدی؟ بله. شناسنامه ایرانی داری؟ بله. خدمتگزار مملکتت باش، چون تو بهایی هستی نباید بگیم که تو حق نداری خلبان بشی، آقا این یهودیه این حق نداره تیمسار بشه، اصلا باید این دین به جای خودش، جاسوسی بخوام بکنم، پدرسوختگی بکنم، سرتشون میکنی. مملکت باید دارای یک سازمان اطلاعات و امنیت فوق العاده قوی باشه، که نه که بگن موساد داره به ما کمک میکنه، سیایه، نه، انقدر ما قوی هستیم که اونا باید بیان از ما چیز یاد بگیرن، ما خرخنگیم. یک ارتش بسیار منظم، اگر جهان خل اصلاح اتمی شد که شد، اگر نشد ما حق مسلممونه، بالا سرمون روسه، اینورمون پاکستان در به داغونه، گرسنه گداس اونور خیابون، هند خوابیده اینور، این خوابیده، آی منطقه اگه ایران صاحب اتم بشه، صاحب اتم شون غلط میکنن پهن میخوره، ما صاحب اتم میشیم هیچ غلطی هم نمیذاریم شما بکنید، اونجا محکم پا حرف اون وای میستیم. خیلی راحت بهتون بگم، مملکت باید بیفته دست میهن پرستان واقعی. منظور شاعر از میهن پرستان، چون در اروپا ناسیونالیست داره بد معنا میشه. چرا بد معنا میشه؟ چون این هیتلر بیناموز هم اومد اون علامت صلیب شکسته رو از ما دزدید، که حالا ما دیگه حق نداریم بگیم که بابا این مال ما آریایی ها بوده، که خورده تو پیشونی اون هر کسی علامت صلیب رو داشته باشه، صلیب شکسته رو به خودش داشته باشه، آقا اینو فاشیسته، نه بابا این مال ما ایرانی ها بوده، الان ما بریم جاپاهاشو بین زرتشتی های هند بهتون نشون بدم.
در بعضی از فیلم‌های هندی راج کاپور برید ببینید این علامت هست، مال این مدت که روانی نبوده یهودی کش. خب ناسیونالیسم و این بیناموس، این یارو روانی آدم کش به لجن کشید. برای همین است که شما اصلا تو اروپا میگی ناسیونالیست عقب نشینی میکنن، ولی بهشون میگی پاتریوتیست اینا چیز میشن، میگه این یعنی میهن پرست. ما به این شکل پاتریوت به این شکل ما معناش میکنیم. خب ما نمیام حالا بگیم ناسیونالیست، ما میهن پرستیم، هیچ دعوایی هم با کسی نداریم، کسی هم بخواد پا بذاره رو دنبمون چنان میزنیمش که تا ابدالآباد عین لگن فروش دوز مجروش یوری بشینه. خب بنابراین این بار مملکت دست ما میهن پرستان باید بیفته. بچه های داخل کشور خوب گوش کنید، حواستون رو بدید به من ها. توطئه پشت توطئه داره براتون میشه. اگر میخواید برگردید به کرامت انسانی، اگر میخواید برگردید به شرافت، به اخلاق، اگر میخواید یک بار دیگه ادب و تربیت برگرده به جامعه ایرانی، اگر یک بار دیگه پدر بزرگا، مادر بزرگا میخواهید مجدداً برگردید سر جایگاه انسانی خودتون، دخترها، پسرها، اگر میخواهید برگردید سر اون جامعه انسانی خودتون، از دروغ گفتن و صدا ضبط کردن و افشاگری و این با اون ماجداد و اگر از این کثافت بازی که بشریت دورش گرفته میخواهید بیرون بیایید، اگر میخواهید واقعاً به یه زندگی انسانی برسید، هر کی به کاری مشغول، بی کلک و بی بامبول، گلاب بریز تو مشتم، یه شای بذار تو کشکول، اگر میخواید به این زندگی برسید، به زندگی که هر کسی به اندازه توانش و به اندازه زحمتی کشیده، درسی که خونده، بره دنبال کار زندگیش، یک راه دارید. میخواید این راه رو برید، ایوالله. میخواید نرید، ایوالله. میخواید به حرفم گوش کنید، دمتون گرم. میخواید گوش نکنید، بازم دمتون گرم. آب از سر من و نسل من نه یه وجب، نه دو وجب، نه یه قایق، نه دو قایق، نه یه سطل و دو سطل، یه اقیانوس گذشته. اون مملکت دیگه مال من نیست، اون مملکت مال شما جووناست. من نه دنبال پستم، نه دنبال مقامم، همیشه گفتم بازم میگم، من نه به ایران و ایرانی، نه به کشورم، نه به پادشاهم، نه به ملتم، نه به مشروطیت، نه به پرچم، نه به خدایگان آریامهر، نه به تاریخ، نه به فرهنگ خیانت نکردم، نمی کنم، نخواهم کرد. من را هیچ کس نخریده، نمی خرد، نخواهد خرید. من هیچ قیمتی ندارم. صد اینا رو من با پول خورد جیبم میخرم، چون من عقده‌ای نیستم. این حرف من نیست، این حرف همه بچهای میهن پرسته. هر کس میهن پرسته عین من حرف میزنه، عین من فکر میکنه. اگر کسی عین من مثل من حرف نزد، مثل من فکر نکرد، به شرافت بشری دروغ میگن، میهن پرست نیستم. تا امروزم دیدید هر چی بهتون گفتم ثابت شده. منتهی مراتب حرفایی که من میزنم، شماها اول آدم شاهزاده، امروز فقط اتحاد زیر کت شاهزاده، بابا آقای احمدی یارو تومون قرمزی دیدید چجوری صحبت میکرد، این در آشغال در برنامه اول افتتاحیش شاهزاده رو دعوت کرد. همون لحظه چی بهتون گفتم؟ گفتم اون دهن گشاده که بغل سر اعلیحضرت نشسته بود، که دنبش به سازمان تروریستی مجاهدین وصله، همون که به ظریفگاه، آقای ظریفگاه شما دید با اون یارو پسره چی اسمش، یارو خبرنگاره مرشون قیافشو ببره، بهتون گفتم این تومون قرمزه بو میده، دیدید چه بویی داد، دیدید خودشون چجوری خراب کردن. هیچ کس به جز آدم خودشون نمیتونه خراب کنه. گفتم خدا یار عاشقان است، یک جمله از دهن من اشتباه در نمیاد. چرا در نمیاد؟ چون با سند و مدرک حرف میزنم، چون میدونم اینا چه پدر سوخته هایی. ملت ایران قشنگ گوش کنید، اگر میخواهید از این بدبختی نجات پیدا کنید، اگر یک بار دیگه میخواهید کشورتون دارای آب و هوای خوب باشه، اگر یک بار دیگه میخواهید کشورتون به اون مرحله‌ای برسه که هر کدومتون عزت و احترام تو ایران داشته باشی، از کارمند و کارگر شریف شهرداری که صبح میاد برای تمیز کردن و نظافت شهرهای ما که دست تک به تکشون رو من با افتخار میبوسم و پوزش میخوام، اون موقعی که ایران بودم ادب نداشتم، شعور نداشتم که بفهمم اینا چه انسانهای شریفی هستن، تا اون کارگری که سر زور آجر میندازه بالا که ساختمون برای ما بسازه، استادیوم آریامهر رو برای ما بسازه، تا کارگر شریفی که در کارخانه ها داره کار میکنه، تو زباهن اصفهان، تو تراکتور سازی تبریز، تو پالایشگاه ها، تا تمام شما کشاورزانی که شکم کارخورده من شهری رو دارید سیر میکنید، من دست همتون رو
شما کشاورزان، کارگران، شما انسانای شریف و با افتخار دلا میشم، دست تک به تکتون از راه دور میبوسم. منو ببخشید که شعور نداشتم در ایران که بفهمم شما چه انسانهای شریفی هستید. به ما یاد نداده بودن، نه در درون خانه نه در بیرون از خانه، چون فرهنگ غلطی به ما یاد داده بودن و جامعه خراب بود. متاسفانه همه میخواستن دکتر مهندس بشن. بنابراین اگر میخواهید همتون به کرامت انسانی برگردید، کشاورزان محترم، کارگران محترم، کارمندان محترم، بازنشستگان، نظامیان، مامورین شهربانی و و و اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان، معلمین، فرهنگی‌ها، شعرا، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، قضات و همه طبقات مختلفی که مجموعه یک کشور رو تشکیل میدن، اگر میخواید همتون در جایگاه خودتون در شغلتون به کرامت انسانی برسید، به اخلاق و شرافت برسید، در جایگاهی قرار بگیرید که در اون جایگاه مورد احترام باشید و در خانه مورد احترام باشید، یک راه بیشتر ندارید. رضا شاه، روحت شاد، جاوید شاه، کدوم شاه؟ همین آقایی که عکسش پشت سر من میبینید، رضا شاه دوم پهلوی سوم. به شرافت بشری سوگند، چنان نقشه‌ای براتون کشیدن در خارج از کشور به اسم، به ویژه به اسم مشروطه‌جی‌های قلابی، چنان نقشه‌ای براتون کشیدن، این خط، اینم پا خطش، امروز حرف منو داشته باشید، نزدیک یکی دو سه هفته دیگه میشه 6 سال من اینجا نشستم پیش شما، یکی یه ماه دو ماه دیگه 6 ساله. اگر یک جمله، یک لغت از دهان من در مورد این اراذل اوباش از من کشیدید بیرون که من راجع به یکی انگشت خودم رو گذاشتم روش، گفتم این مزدوره، این خادمه، این خائنه، اشتباه گفتم، شرافتم به من بگید بیام اینجا تمام قد عذرخواهی کنم. دروغ نمیگم، من با اینا حساب شخصی ندارم، من اصلا اینا رو آدم حساب نمی کنم. به شرافت بشری سوگن، از اون گنده گنده شون تا اون کوچولو کوچولوشون، اونا که دامگان خیلی گنده، من اینا اصلا آرام میاد با اینا حرف بزنم. به اون خدا قسم، به روح پدر مادرم، همشون براتون نقشه کشیدن، همشون میخوان شماها رو در خیابانهای اون مملکت، نقشه ها رو کشیدن، سه تا هم جا دارن، لجنجلس بروکسل لندن، اینها دست تو دست هم گذاشتن که بلایی به سرتون بیارن که این بار آخرین باری باشه که بیاین تو خیابون. چرا؟ الان میام براتون میگم. جناب مهندس، بریم تو پیام اعلی حضرت، سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم شماره دو رو دست گلو درد نکنه. با دقت پیام اعلی حضرت گوش کنید، با دقت گوش کنید. میهنان، آزادی و آبادی کشورمان ایران زمانی به دست می آید که جمعیتی آگاه، مصمم، فداکار و متحد از ایرانیان به درک درد و درمان مشترک برسند. تو کارگری که ماهاست حقوق دریافت نکرده ای، تو کارمند و بازنشسته ای که حقوقت کفاف خرجت را نمی دهد، تو دانشجو و استاد دانشگاهی که از دانشگاه اخراج و زندانی می شوی، تو نظامی میهندوستی که تضعیف جایگاه نیروی دفاعی کشور به دست سران آلوده، فاسد و جنایتکار آزارت می دهد، تو نیروی پلیسی که جمهوری اسلامی لباست را به لباس سرکوب بدل کرده، تو کنشگر و حافظ محیط زیست که فرسایش هر روزه ایران، نابودی جنگل‌ها و خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌هایش را به چشم می‌بینی و رنج می‌بری. تو نویسنده و هنرمندی که آزادی و فعالیت بدون سانسور برایت تبدیل به یک رویا شده. تو ورزشکاری که از دخالت و فشار نهادهای نظامی و امنیتی و تبعیض و تحقیر به سطوح آمده ای. تو دینداری که دینت دستمایه کسب قدرت و اندوختن ثروت توسط مشتی دین فروش شده و یا تبعیض مذهبی به صورت مضاعف آزارت می دهد. و تک تک شما شهروندان ایران
که وطن برایتان تبدیل به زندان شده است. راه رهایی و آسایش شما برچیده شدن بساط این رژیم اهریمنی از ایران عزیزمان است. درد ایران ابعاد ملی دارد و درمان آن نیز ملی است. سالگرد قتل دختر ایران جاویدنام مهسا امینی فرصت مهمی است تا شما میلیون‌ها ایرانی دغدغه‌مند از هر قشر و گروه متحد با هم موج نوینی از انقلاب ملی ما را کلید بزنید. به دستگاه سرکوب هشدار می‌دهم که مسئولیت هر گونه خشونت علیه ملت ایران با شما و آمران شماست. به ساعت عدالت بیاندیشید و از عواقب سرکوب ملت رنج دیده بهراسید. ملت ایران ملتی است متمدن و صلح‌جو، اما دفاع مشروع و حفاظت از جان و امنیت خود و دیگران در برابر رژیمی که چون گرگ درنده به جان مردم میافتد حق بدیهی و مسلم شهروندان است. ملت سرفراز ایران با همبستگی شکوهمند ملی و نمایش آن در درون و بیرون کشور است که میتوان این رژیم ضحاکی را به زیر کشید و بدانید که نیروی سرکوب زمانی آمران خود را تنها میگذارد که شما ملت را در جمعیتی بزرگ و در بالاترین سطح همبستگی ببیند. تفرق انگیزان را از خود دور کنید و یک صدا ندا سر دهید: ما ملت کبیریم، ایران را پس میگیریم. سپاس از شما جناب مهندس یاوش گرامی. فرمایشات پادشاه قانونی کشورمان اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم شاهنشاه ایران زمین شاه شاهان رو با هم شنیدیم. یک صحبتی رو پشت این صحنه هر وقت کلیپی پخش میشه ما با آقای سیاوش هم گپ و گفتگو همطوری داریم، درد دل با هم میکنیم. یه مسئله ایشون گفتن بسیار بسیار مهمه، خوب بچه ها قشنگ گوش کنی. خارج از کشور میگه کینگ رضا پهلوی، بعد با این تبلا و چیز میزنن و خیلی جالب و آفرین به کسی که این شعار رو آورد. و من اولین بارم از بچه ها در لندن شنیدم، بچه های میهن پرست. شما بچه های داخل کشور این کینگ رضا پهلوی رو بگید که دنیا که خودشو به خلیت زده، دروغ میگن و علکه میگن که خب ما بریم با کی صحبت کنیم، رهبر شما که اون یارو ماکارونی فروشه است، بچه ننهه، بچه مزلفیه دیگه، بذار حرفمو بزنم. چقدر من از این بدن میاد در بداغون مفعولی. بعد این یارو معصوم قومیه هست، کسافت آشغال تخم قاز فروش، این بی پدر و مادر کشیده بودن اونجا. بعد قیافرم که دیدی این تخت اوتو، خدایا شکر چند وقت قیافه نفس لجن این ما نمیبینیم، حالمون به هم خوردن قینو دار، دل و رودمون اومد رو دهنمون، سمادم از جنس ظریف بدش میاد، آقا مرد شده ده ببرن یا آمپول تقویتی چیزی به خودت فرو کن. برحال این آشغال وقتی رفته بود توی اون آشغال دونی لیزه از ریزه چیه اون یارو چیزه قبیله کاخ تو پاریس، بعد این مرد که بهش میگفتش که خب شما رهبرتون کیه، ما با کی بریم حرف بزنیم، این پدر مادر تخم قاز فروش الزنگ زغالخت فروش هم میگفت ما رهبر نداریم، رهبر دیدی که چجوری حرف میزد به پدر و مادر آشغال. خب شما ملت در داخل کشور این کینگ رضا پهلوی رو که میگید مثل بچه های میان پرست خارج از کشور، اولا یه هماهنگی بینتون به وجود میاد، دوما این میرسه به گوش سفارتاشون. حالا دیگه نمیتونی بگی What do you say؟ شما چه گفت؟
جاوید نفهمید، جاوید کردائی من راج کپور سنگم. نه حالا دیگه فهمید چه گفت، گفت کینگ رضا پهلوی تو چشم شما چشم آبیا گور بشه، تو دندتون نر ارمان ننتون، خیال کردید بلایی که سر لیبی و عراق و یمن و افغانستان و پاکستان و چوسستان و این ور اونور آوردین، تو بری سر ما ایرانی هم میبینین، تو دندتون نر، از تکنولوژی خودتون استفاده کردیم، تو گوشه خودمون نشستیم وز شدیم به موشک به اون بالا، الان تا دندتون نر، از ژاپن تا اسرائیل، از نروژ تا آفریقای جنوبی، از کانادا تا شیلی، هر کی بیاد رو ایران آریایی جمال عشق منو میبینه. آره چشمتون روشن که منو دارید میبینید، خیلی خوش گذشت. بریم فرمایشات اولیاعظم شعبانو فرای پهلوی رو گوش کنیم. جناب مهندس شماره 3 دمت گرم آقای مهندس، عجب طرحی. کینگ رضا پهلوی رو در داخل کشور بگید بچه ها. آفرین. یک سال گذشت از روزی که مهسا دختر ایران را برای ابتدایی ترین حق زندگیش کشتند و به دنبال آن زخمی کهنه سر باز کرد تا زن و مرد یک ملت از هر جای این سرزمین یک دل و یک صدا شوند و از زن زندگی آزادی بگویند. مهسا ژینا امینی معرف تمام کسانی بود که در 44 سال گذشته قدم به قدم پیش رفتند تا استبداد دینی را عقب برانند و عقب ماندگی های تاریخی وطنشان را جبران کنند و آن را دوباره بسازند. تک تک نام های جان باختگان سال و دورانی که گذشت شناسنامه ایران ماست. به روان پاک جان باختگان راه آزادی میهن درود میفرستم و با خانواده هایشان که این روزها زیر فشار و آزار فزاینده از سوی رژیم قرار دارند هم دردم. این درد مشترک پیمان ما برای رسیدن به درمان مشترک است. اشخاص و گروه ها می آیند و می روند، آنچه می ماند اراده واقع بینانه و اطمینان به پیروزی است که فکرهای راهگشا می آفرینند و سرنوشت نهایی این مبارزه را رقم می زنند. من دست تمام هممیهنانم را که بر این اطمینان و اراده اند می فشارم. از همه نیروهای نظامی و انتظامی میهن پرست می خواهم که به وظیفه انسانی و میهنی خود عمل کنند و حافظ جان هممیهنانشان در مقابل سرکوبگران باشند. با هم برای زنده نگه داشتن شعله انقلاب زن، زندگی، آزادی متحد باشیم به امید پیروزی نور بر تاریکی. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. فرمایشات اولیاعظم شهبانو فرح پهلوی، ملکه مشرق زمین، بزرگ بانو که پس از حمله تازیان با فرمان اعلیحضرت خدایگان شاهنشاه آریامهر بزرگ تاج بر سر نهادند و این بزرگترین حادثه بود و افتخاری بود که نصیب همه بانوان ایران شد که زنان ایران دارای شخصیت انسانی شد. فرمایش اولیاعظم هم شنیدیم. اما بریم با هم پله پله جلو. ببینید بچه های داخل کشور،
در طول این 6 سال گذشته بارها بیرون اومدید، شکست نخوردید. اینقدر به خودتون نگید ما شکست خوردیم. همیشه مثبت به مسائل نگاه کنید. شما شکست نخوردید، شما پیروز شدید. کتک خوردید، کشته دادید، زندانی شدید، ساچمه تو چشمتون و بدنتون خورده. دعوای دیگه میگید بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره. حالا ببخشید من نشستم لب گود میگم لنگش کن. به هر حال من افتخار این که بیام اونجا کتک بخورم و نداشتم، متاسفانه. جدی میگم ما متاسفانه نشستم اینجا فقط ور زدم. به هر حال شما اومدید تو خیابون و میدونی چه بلایی بر سر علی شیره مفعول، این کثافت، این که اگر شما اینو بچلونینش مثل رخت دیدی، یکی این وره میگیره، یکی این وره، این به سمت چپ میپیچه، این به سمت راست میپیچونه، اگه اینو به این شکل بپیچونیش، از این فقط نجاست و کثافت میاد بیرون، هیچی دیگه نمیاد بیرون، شیره و نجاست و کثافت. چون ذات آخوند نجاست و کثافته، از بزرگ عمامدارشون تا اون که طلب است. و همه شما 400 هزار تایی نیدم چند صد هزار تایی، شما شپشای تو قوم و مشهد این ورون ور، تک به تکتون ها، بیل، کلنگ، تو خیابونا، تو بیابونا، آسفالت باید بکنید، پلسازی باید بکنید، باید کار کنید. بی ناموسا، نه زندان، بی اونجا بخورین و بخواین، اصلا و ابدا. با قول و زنجیر تو خیابونا کار میکنید، اونجا زنجیرها باز میشه، کار میکنید، قلب و زنجیر بسته میشه، سوار ماشینای مخصوص، تو زندان یه تیکه نون با خرما، عین مولای متفقین. خود بیناموستون رو منبر گفتید مولای متفقین یه تیکه نون میخورد با خرما. ما عین اون باهاتون برخورد میکنیم، یه تیکه نون خوش کپک زده با خرما بهتون میدیم. اعتراض هم بکنید، همون نون خشک رو انقدر میزنیم تو سرت که خونریزی مغزی بکنی، هرچند که مغزی در کار نیست، یعنی بشه خونریزی مغزی، خونریزی پهنی بکنی، چون اون مغز نیست، اون پهنه. بله، مرده و زنده تون رو میاریم جلو چشاتون، خار مادری ازتون با آتش بکشیم. هیچ کس تو ایران جرئت نکنه بگه آخ، میخوام بگه آخون بزنینش. آره، هر کس تو فوتبال هم لگد خوک و آخ بزنیدش، آخ این کلمه باید ممنوع بشه تو ایران. آره، تموم شده رفت. شما هایی هم که نماز خونید و اینا، ما هیچ کاری باهاتون نداریم. این چرت و پرت هم گوشتیم سلطنت طلب و بیام همه رو منفجر میکنم. اینقدر نماز بخونید جون از پس و پیشتون بزنه بیرون. این کثافت کاری رو بیارین تو خیابونا، مرده و زنده تون رو میارین جلو چشاتون. بدون تعارف هم بهتون بگم مملکت دست ما میهن پرستان میفته. اینو دارم میگم که با هم هی بریم جلو. بنابراین بچه ها خوب توجه کنید، بیایید در خیابان ها از ساعت 10:30 صبح، لباسای رنگی منگی هم نبود، تیشرت نپوشید روش زده I love you USA 76 اینجوری، نه، این بار درست بیاین. ببین 6 سال تجربه داشتیم، 6 سال دارید بازی دوستانه و بازی تدارکاتی انجام میدید، داریم میریم جام جهانی، میخوام ببینم چی کار میکنم. کفش کتونی، شلوارای تیره، پیرن تیره، خانوما روسری، مانتو، همه رو بندازین کنار. این مانتوه میپیچه به پروپاتون، میخورین زمین. این پسرا شلوار، کفش کتونی، یه تیشرت. بچه ها، آقا پسرا، یک زن و یک دختر رو زدن ولش کن ولش کن و اینا ندانین، با 5 بوکس با تیزی میزنیدشون که دیگه این غلط ها رو نه، دیگه نذارید نوامیستون رو بزنه. هر مرد ایرانی شاهد کتک خوردن زن ایرانی باشه، بی ناموسترین مرد در کره زمین. تکرار میکنه، هر مرد ایرانی شاهد کتک خوردن هر دختر و زن ایرانی باشه، بی ناموسترین، بی غیرتترین مرد ایرانیه. با اون قسمتی که زیر ابرو برمیدارین و میایین تو این یکی دوتا عکس برامون از این فضول بوک و این برامون برامون، خاک بر اون سرتون با اون قیافاتون، زیر ابرو برمیدارن و لبشو کلوف کرده مردشورون قیافتون رو ببرن که شلشل هم حرف میزنید و به اسم خود گوشتین مرد، خاک بر اون سرتون کنن که همه تون رو باید سرتکر تو خاک کلته بکنی، تو خاک تحت بکنی هوا، خاک بر اون سرتون کن. من با شما کار ندارم، شما حالتون خوش، پیچ و مورتون لق و لوق شما. بچه ها این دفعه دوست دارم بتره کنید، بچه های خوزستان،
آبادانیا، یادتون نره چه بلای سرتون آوردن ها، از سینما رکس تا متروپول. اهواز یادت نره ها، تو 50 درجه گرما، آقا جاری، شوش، رام هرمز، دیگه اندیمش، همین شهرهای چیز، شهرهای خوزستان، 50-54 درجه گرما، خاکم کردن تو دهنتون ها، کولراتون قطع بود، آبم دارن میفروشن به عراق، برقو میفروشن به عراق، آب شیری میدن به کویت ها، بس دیگه ها، خوزستانتون شد خونینستان، بچه های بوشهر، یادتون نره ها، به قاچاق انداختنتون ها، خجالت بکشید، بس دیگه 44 سال بی غیرتی. بچه های استان فارس، جهرم، خفقون مرگ گرفتید، مرد شورتون رو ببرن، فسا، لار، کازرون، خجالت بکشید، پدران و پدر بزرگای شما جلو انگلیس ها بایستادن، کجا این خبر مرگتون؟ اون حشیش و اون کسافتکاری رو بندازید کنار، خبراش داره برای ما میاد، مردشون اون قیافتون رو ببرن. من شما ایرانی نیستید و غیرتتون کجا رفته؟ یک عمر حافظ مرزهای خشکی و آبی ایران بودی شما، شما با بچه های هرمزگان و بچه های بوشه، چتون شده؟ ببین چجوری دارن به نوامیستون تو استان فارس تجاوز میکنن، کجا این خبر مرگتون؟ بچه های شیراز چتون شده؟ چرا میذارید به حافظ و سعدی توهین بشه؟ بچه های استان هرمزگان، یک عمر شما سینه سپر کردید جلوی پرتغالی ها، جلوی انگلیس ها، کجا این خبر مرگتون؟ خجالت بکشید، یاد بگیرید از بچه های بلوچ، بچه های آذربایجان، واقعا ترکمون زدید تو این 6-7 سال اخیر، خبر مرگتون کجا تمرگیدید؟ کجا بچه های تبریز؟ کجا بچه های رضاییه؟ کجا این شما ها؟ کجاست بچه های اردبیل؟ کجا برای 40 میان تو خیابونا ار ار میکنید؟ اما یادتون رفت شاه مملکتتون تو چه خدماتی به آذربایجان کرد؟ همین الان با نزدیک 30-35 میلیون آذری تو مملکت زندگی میکنه، فقط نشستین چرتکی گذاشتین، هی اللهم سنن دشینه انگی قرننه، همین مملکتو با یه چرتکی داری میفروشی؟ خجالت نمیکشی شما؟ آبروی ستارخان و باقرخان و بابک و آبروی خانه مشروطیت شما بردین، پس کجاست اون غیرت و شرفتون؟ پس کجاست اون غیرت آذریتون که اگه یکی به ناموستون نگاه میکرد یارون میخواستین وسط این کربات جر بدین؟ از دیوار صدا بلند شد، از آذربایجان صدا بلند نشد. بچه های گیلان، این ننگ برای شما که مجسمه میرزا کوچکخان انگلی کسافت رو بردارن تو رشت و تو این ور اون ور مجسمه رو بزن، اون مجسمه رو بکشی آتش بزنید، اون مجسمه رو این لکه ننگ واس پیشانیتون پاک کنی. تا کی اجازه میدید یه مش کمونیست بخوام بیان تو لاهیجان و رشت و این ور اون ور اینقدر مخ شما ها رو کار بگیرن؟ گیلان رو تبدیل کردن به مرکز سازمان مخوف توده؟ تا کی ما باید شاهد باشیم اینقدر از شمال ایران توده بیاد بیرون؟ از کجاست غیرت و شرف میهن پرستیتون؟ کجاست گیلکی ها؟ کجا این گیل مردان؟ کجا این بچه های بندر پهلوی؟ کجا این مازندران؟ وجب به وجب شهر و روستا داره اون استان با اون زیبایی، چرا خفه خونه مرگ گرفتین؟ اصلا مازندران تکون بخوره ایران تموم کارش. بچه های خراسان، خجالت بکشید از فردوسی بزرگ. بچه های حاشیه کویر، بچه های سمنان، سبزوار، نیشابور، دامغان، ایستادی در برابر مغول؟ سربداران مال کی بوده؟ سربداران کی بودن؟ از کجا اومدن؟ از توکیو؟ از مسکو؟ خجالت بکشید از خیام بزرگ، خجالت بکشید از فردوسی بزرگ. میری سر آرامگاه فردوسی ببین که بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله، خاک بر اون سرت کنن، یه عم جنگیده ولی زبان فارسی تو دستش قل هو الله، احد رفیش صمد، صمد رفیش ننه، داری میخونی؟ خودتون رو مسخره کردی؟ ما رو خل و چل حساب کردی؟ بچه های اصفهان اومدن زدنتون، درب داغونتون کردن کشاورزا رو، زاینده رود دیگه شده خوش رود، چرا اجازه میدین اسم شهرتون رو شهر شهید پرور؟
یه استاد رضا ارحام صدر، یه دنیا میشناخته چه مردو، مرد بزرگ و استاد وحدت رو. 44 سال از شهر شما یه ناخون کوچیک وحدت و ارحام صدر اومد بیرون، چه بلایی سر تئاترای اصفهان آوردن، چه بلایی بر سر هنر اصفهان آوردن، چه بلایی بر سر اون نصف جهان، اون نقش جهان آوردن، چه ترکمونی زدن به اون شهر، شهری که سالی 1-2 میلیون توریست میومد توش از سراسر جهان. چرا ساکت نشستی؟ تو پایتخت ایران بوده یه زمانی، شیراز پایتخت بوده، قزوین پایتخت بوده، اردبیل پایتخت بوده، تبریز پایتخت بوده، اصفهان پایتخت بوده، همدان پایتخت بوده، کرمان پایتخت بوده. چتون شده خبر مرگتون؟ مشهد یه زمانی پایتخت نادر بزرگ بوده. نادر اگه میدونست قراری که 400 سال بعد پایتختی که درست کرد رفت مرده و زنده مغول تو دهلی آورد جلو چشاشون قرار بشه فاحشه خونه، همون شمشیر میکرد تو قلب خودش. شما مردم خراسان، دلیران خراسان، چرا ساکت نشستی؟ که من یه لقبا از اینجا بیام به شما بگم خراسان، خوزستان، آذربایجان، نمیدونم تهران، بچه ها بلند شین، گیلان بلند شو، مازندران بلند شو. بچه های استان حکمتانه، نخستین پایتخت پادشاهی ایران، پایتخت مادها، تمام داستان از حکمتانه آغاز شده، تمام افتخار ایران از حکمتانه بلند شد. کجای خبر مرگتون؟ چرا ساکت نشستین؟ نهاوند، ملایر توی سیرکان، چرا ساکت نشستین؟ چتونه؟ از چی میترسین؟ از چهارتا آخونده شپشو؟ از چهارتا بچه بسیجی؟ پس کجاست غیرتتون؟ پس کجاست اون شرفتون؟ ببین چه بلایی بر سر گنج نامتون آوردن، ببین چه بلایی بر سر بابا طاهر آوردن، ببین چه بلایی بر سر ابن سینا آوردن. اگر عارف قزوینی میدونست هیچ وقت حاضر نمیشد بیا تو همدان زندگی کنه، تو همون بین قزوین و همدان تو تاکستان رأی خودش رو میزد اون بدبخت. شهری که ایستاد در برابر تازیان، شهری که ایستاد در برابر مغول، کردستان هم که حالا فقط گیر داده هی محصا. خب محصا ما میگیم چی؟ اقدس. تا طلق و طلوقی شد ایران، این کردستان بلند شد گفت من تجزیه میخوام، تجزیه میخوام. بعد ویروسش هم منتقل کرد به نقاط دیگه. بس کنید، شما اکراد ایران، شما قوم اصیل آریایی هستین، یک اون سینه سپر کردین، از تمام مرزهای ایران دفاع کردین، چرا اجازه میدید اونجا کومله و دموکرات و یه مش تنلش شیره یا قاچاق فروش جووناتونو بار بزن رو دوش؟ مگه جوونا شما میگه حیوانن که بار بزن رو دوششون؟ کردستان مرکز طلای ایرانه. کردستان اصلا به هیچ کس احتیاج نداره، خودش میتونه از طریق توریست بهترین استان ایران بشه. چرا ما چرا باید سقز، باند، مهابا، سنندج، بیجار، چرا باید هنوز تو این بدبختی زندگی کنه بود؟ خونه های اونجوری در به داغون و شهر به اون درمان، چرا باید اینطوری باشه؟ بچه های کرمانشاه، البته از حق نگذاریم بین این استان های اون بر بازم دم غیرت بچه های کرمانشاه گرم، گهگاهی یه رگ پهلوانیشون تکون میخوره، اما همچین قابل تیختراش نیست ها، همچین باد نکنید، بهتره کنید کرمانشاهان رو، بهتره کنید. همونطوری که وایسادین جلو رژیم گفتین ما نمیذاریم اسم این استان بشه باختران، بگید سینه سپر کنید بچه کرمانشاه. شما شهر پهلوان خیزید، شما یک عمر جلوی اراذل و اوباش ایستادین که ایران بمونه. یا بچه های ایلام، اصلا مهران و دهلوران انگار جز ایران نیست، شاهآباد غرب و نفت شاب و قصر چیرین و سر پل زهاب و پاوه و چه خفه اونو هر گرفتین. بعد میگه سر میزنیم اینور کرمان و یزد و اصلا انگار نه انگار. ما نمیفهمم، تو کرمان تو هر خونه میره منقل تریاک میزنن جلو، و شما تریاکی هستیم اگه شما یا یزد تکونی بخورین، دلتون به چی خوش کنه چهار تا باقلوا بفروشین؟ هر جای ایران نگاه میکنه هر کدومش برای خودش تاریخه. با
آقا برید تاریخ کرمان و تاریخ یزد خودتون برید بخون ببینید چه شهرهای عظیمی، چه مردم بزرگی اونجا زندگی میکردن، چه زنان و مردان بزرگی از اون خطه به ایران خدمت کردن. کوکلو، بوی رحمت و چهارمحال بختیاری، یاسوج و شهرکو، اصلا خوابم مثل که باید بری ساعت کو کنی بذاری رو بالای سر این دوتا شهر، در آقا بلند شد داره انقلاب میشه، نشستن خودش خوش میشه میافته چتون شده. پس اون غیرت ایرونیتون کجا رفته؟ شما یه رگ از لورا دارید، یه رگ از لکا دارید، چه مرگتون شده؟ و بقیه زنجان، قزوین، سمنان که اصلا آب بردادش، اصلا استان فراموش شده شده. میمونه بچه های لور، تنها سر صدایی که بلند میشه از این غیرت مردان و غیرت زنان لوره. خدایش چرا دروغ بگم، هرچی شلوغ بلوغ شد از این لورا بود. بابا تکون بخوری، ایران که به لورستان خلاصه نشد و به تهران، یه تکونی بخوری، یه تکونی به خودتون بدین. این همه جوون تو روستاهای اون مملکت، شهرهای اون مملکت کشته، چقدر جوون کرد، چقدر جوون خوزستانی، چقدر جوون تهرونی، چقدر جوون گیلکی و مازنی، چقدر جوون خراسانی و آذربایجانی برای اون مملکت خون دادن، چقدر بچهای کرمانشاه، بچهای ایلام، بچهای همدان، بچهای قزوین، بچهای زنجان، چقدر برای اون مملکت خون دادن. ما با دهنمون کف کرد، والا خجالت داره من اینجا نشستم تو خونه خودم بیام به ملتم بگم بچه ها 25 شهریور رو فقط همون روز نیه یه چلق و پلوقی بکنین و ما هم اینجا یه 4 تا فیلم نشون میده، آه اینجا رو نگاه کن بچه های ایزن، اینجا نگاه کن بچه های نمیدونم اسمون هن اینجا فلان، تموم شد. نداره، برید برای سرنگونی با یک شعار چینگ رضا پهلوی، جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاه، شاهن شاه، روحت شاه، دنبال جنگولک بازی هم ندی. هر کی اون وسط گفت مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی، فکشو بیارین پایین. خوش آزادی گفتن شبانه کاری نداشته باشین به این خانواده اسیر. بابا من دارم با تو هندی حرف میزنم، بذارید این مرد پاش بخوره ایران، اون وقت میفهمید من اینجا داشتم چه هرس و جوشی میخوردم. بابا کاری به کاری مرد نداشته باشی، مگه نمیبینید داره چی کار میکنه؟ پیش بهروز و وسوقی و داریوش هم که رفتند دیگه، باید پیش کی برن؟ خجالت بکشید ملت، بعد نه این در گوش من بنویسید. من میفهمم چه خبره، شما حواستون نیست دیگه. این مرد چقدر به خاطر ما خودشو کوچیک کنه، چقدر به خاطر ما دیگه دلا بشه؟ مگه این مرد چه بدهکاری به ما داره؟ این خانواده پهلوی چه بدهکاری به ما دارن؟ مثل که موضوع برعکسه، بابا ما به اینا بدهکاری، نه این خانواده به ما. جناب مهندس لطفاً محبت بفرمایید 4 و 5 و 6 و 7 بچهای ایرانو، 4 5 6 7 بچهای ایرانو، همین خلاصه شده به همین چند تنی که ما بیه میجا پخش کنیم. ای خاک بر سر من که ادعا میکنم پشت من امیر بزرگ بوده و بابک بوده و آریو برزن بوده و تیمسار رحیمی بوده و تیمسار بدرهی بوده. ای خاک بر سر من. این جواز 19 شهریور ماه 2582 شاهنشاهی تابت جاوید شاه، منو همراه دخترم بیرون هستیم، زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. با درود به جناب آقای رضا احمدی عزیز، ما فرزندان ایران فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهیم و پرچم مقدس سرنگ شیر خورشید نشان تاشدار درست می‌کنیم و برای 25 شهریور آماده می‌شویم و به دنیا نشان خواهیم داد ما شاه خودمان را می‌خواهیم و خواستار آزادی و بازگشت اعلی حضرت فیروز رضا شاه دوم پهلوی سوم بر خاک پاک ایران هستیم. پاینده ایران شاهنشاهی جاوید شاه.
فریاد شیران است، بر پشیمان بر دوکینت آغاز پایان است، آغاز پایان است، این آغاز پایان است. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دیدی چجوری زد درم و داغونش کرد؟ آفرین. چرا اجازه میدی به ناموستون کتک بزنم؟ مرکه نره خره نره اولاغ، حیف خر و اولاغ. مرکه یابو علفی دختر مردم گده. بی پدر و مادر کی به شما اجازه میده اینقدر ملت ایران رو کتک بزنی؟ تو گوه میخوره به گور پدرت، میخوانی مردی که فلون فلون شده یک دونگ که دختر مردم اونجوری زیر مشت لگد گرفتی. این دختر تو خونش نه از باباش کتک خورده نه از برادرش کتک خورده. اصلا مرد غلط میکنه زن نمیزنه، مرد به گور پدرش میخنده دست زن بزن داره. اون مردی که دستش رو زن بلند شد دستش رو تو مچ قطع کرد. شما غلط میکنی که دارین 1400 سال زن ایرانی رو کتک میزنی. کی به شما مردا اجازه داده؟ نامردا کی به شما اجازه داده زن رو بزنی؟ زنان ایران پنج بوکس بزنین تو جیبتون، زامندار بزنین تو جیبتون. چرا اجازه میدی بزن که جیگرش بیاد تو دهنش بی‌ناموس؟ بچه ها بس دیگه کتکشون بزنی. هی من واسلان دارم کتک میخورم، 1400 سر دارم ننه میزنن، انقدر زدنم شدم 5 سانتی متر، انقدر زدنمون همه کتوله شدیم. بس بابا بلند شد رو پاهاتون، باری کلا به این مرد، باری کلا به این جوون، دمت گرم، بلند شد زدش انداختش، بزن که فک اینا رو خورد کنی، صدای خورد شدن فکاشون رو بشنوید، بزنید استخوناشون رو خورد کنی، بزنیدشون چنان بزنش که دماغش مثل کوفته پخش میشه تو صورتش، چنان بزنش که چشش بدره، که بزنیدشون. پولتون رو دارم میخورم، پول نفت رو دارم میخورم، پول گاز رو میخورم، به ننه هاتون تجاوز میکنم، به آبجی تجاوز میکنه، به دختر تجاوز میکنه، زنت برمیداره میبره با دیگه هیچی دیگه، فقط برو سیگارم بکش. و دیگه چه بلایی قراره سرتون بیاره که نیوردن؟ من نمیفهم شما ملت ایران، شما جوانای ایرانی، بابا ما یکی که تو محلمون به دختر محلمون میگه بالا چشه دبروه خار مادرش میوردیم جلو چشاش، سالم نمیره از اون محل بیرون، جنازه‌ش میفرستادن بیرون. من نمیدونم شما چی شده، من نمیدونم تو این 36 افسانه که ما اومدیم بیرون چه بلایی سر شما جوانای ایرانی اومده. پس شماها که زیر دست ما بزرگ شدین تو ایران چی از ما یاد گرفتین؟ زیر ابرو برداشتن و شلشل حرف زدن و اینجا نگاه کن دواز ببند و فک تو. یه مرد نباید اینطوری حرف بزنه، یه مرد وقتی حرف میزنه بس ستون دنیا بلرزه. من شما این بچه قرتی های اروپایی هستین که با سگ و گربه میرن تو رخت خواب؟ خجالت بکشید، غیرت داشته باشین. 40 تا جوون واسه کنار خیابون کیسه دختره رو گرفتی پیچیده به دستش، مرد که بی‌ناموس داره میکنش تو ماشین، ماشینو باید رو سر و مرکه خراب کن، باید بکنیش تو ماشین، ماشینو برگردونی پمپ اون یارو بنزینش رو بکشین بیرون، کبریتو بکشین. آره بکنید، تا اینا رو آتش نزنید ولتون نمیکنن. آتششون بزنید 25 شهریور. آقای مهندس بریم تو شماره 8. دست درد نکنه. اولا به طور قانونی اون فقط باید هر دو طرف صحبت رو بیاید، معمولا کسی نیست که از مواضع جانب اسلام حرف بزنه. من خودم هر روز که هستم به خصوص در مسائل واقعا امنیت ملی و سنکشن ها گفتگوها به ما مذاکرات بینالمللی ما در بیبر دنبال آدمهایی میگردم که اون برای قضیه رو بگرد. ما نمیشه اینه چهار نفر آدم بزنیم که حرفای ما رو بزنم، حرفای این برگه بزنم. هیچ که نداریم اونا خیلی زیادی از اساتید دانشگاه در نظر موافقن که حکومت اسلامی ایران میبایست بمانند، یعنی الان بهترین آپشن برای این کشور اینه، هیچ اتفاق نباید بیفته برای این حکومت. من رو یکی از اونم، من مگه الان استاد دانشگاه نیستم ولی سالهای ساله که همه و معتقد هم به این قضیه و هرچقدر هم اتفاقات منطقه جلو میره بیشتر ثابت میشه این قضیه. من اگر فکر کنم کسی برخلاف مسئله این داره کار کنه، دوست دارم که اون آدم دچار ضربه بشه.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اینو گوش کردی؟ حالا صبر کنی یه چیز دیگه هم همین الان براتون نمایش میدم. بچه های داخل کشور میبینید خارج از کشور چه خبره؟ این کسی بود که نشست تو اون طویله، نمیدونم چند سال تو اون طویله بود، اون طویله بود، اون طویله یک هدف داشت، زدن سر مشروطه. سر مشروطه کیه؟ اعلیحضرت سیروز رضاشاه دوم و علوی سوم. ما مشروطیت رو یه آدم فرض کنیم، فرض کنید مشروطیت یه آدمه، نه آدم، سر این مشروطه اعلیحضرته، بدن این مشروطه ایرانه، دست و پای این مشروطه ملت ایرانه. سر مشروطه رو که بزنی میگه تموم شد دیگه، دیگه سر که نه در راه عزیزان بود بار گرانی است کشیدن به دوش، پس سر رفت، میمونه بدن. وقتی سر نباشه زدن بدن کاری نداره. علی تعزیه واسط میارن، حسین شورشور و بوربور واسط میارن، حسن صدقه خور واسط میارن، بیناموس الاهواز میارن، اون یکی بی پدر و مادر میارن. بعد شاکی نشین که وزیر امور خارجه اسرائیل، حالا عکسشو بهتون نشون میدم، چرا میره میشینه بغل دست تجزیه طلبا. اسرائیل به من و تو چک سفید امضا نداده که سلطنتو برگردونه ایران، اصلا به اونا ربطی نداره، نه به نتانیاهو نه به هیچ کدومش، به اونا ربطی نداره. اونا میبینن ایرانیا چی میخوان، اونی که تو میخوای من باش وارد معامله میشم، حتی پا بده ما با جمهوری اسلامی وارد معامله میشیم که شدن. تعارف ندارم با کسی، قراره بگیم، من همه چیز بهتون میگم. همین اسرائیل با جمهوری اسلامی رابطه داشت به طور پنهان، تخمق بهش میفروخ، آر پی جی 7 بهش میفروخ، فشنگ جی اس بهش میفروخ، اسلحه یوزی بهش میفروخ، فشنگ، همه چی بهش میفروخ. منتها خودش مستقیم نمیداد، میداد یونا، میداد ایتالیا، یه پولم شما بکشین روش بدین به جمهوری اسلامی. بله اون عاشق چشم ابرو من و تو نبود که بیاد بره تاسیسات اتمی عراقو بزنه. اون تاسیسات اتمی عراقو زد که خودش امنیت داشته باشه، منتها یه موقعی زد که به نفع ما شد، وسط جنگ بود، منتشو میخوان سر ما بذارن. این سیاسته اسرائیل، کارش قشنگه. ما بیخود میشینیم میگن آقا این چرا با اون عکس میگیره، سیاستشه، اون به فکر کشورشه. مگه من به فکر اسرائیلم؟ نه، من به فکر ایرانم. اسرائیل با من رفاقت میکنه، نوکر تماسم، چاکر تماسم، با هم ماچو بوسه میکنی، جلو من وای میسی، جلو وای میسم. اگه با من رفیق باشی من پشتمو به لبنان و فلسطین میکنم، با من نباشی میرم به لبنان و فلسطین نون و کبابم میدم. این سیاست این، ما وقتی بلد نیستیم به اورشلیم چه رفتی داره؟ ما شوتیم. منشا امیر مقصر نیست، منشا امیر داره کارشو میکنه، کارش اینه، حرفش اینه، اون ماموره، کارش اینه، اون باید بشینه با 20 سال با صدای اسرائیل همون نقشی رو بازی کنه که بنگالا جفن که بی بی سی در 57 بازی کرده. کارش اینه، حقوق میده، شغلش اینه، حرفش مثل فوتبالیست بهش حقوق میدم که آقا اینجا بازی کن، باشه اون باشگاه بیشتر حقوق میمونه اونجا بازی میکنه، کارش اینه، حرفش اینه. به موقع پرچم شیر و خورشید میذاره، به موقع شاهزاده شاهزاده میکنه، میگه من یک اسرائیلی ام و افتخار میکنم، مخلص پرچمم هستم، حقش نوش جونش، درست داره میگه. ما شاکی میشیم، ما بیخودکی شاکی میشیم از آقای ساچمچی. برای چی شاکی بشیم؟ اون حق، اون دلیلی نداره دل واسه من بسوزه. اگه یه رادیویی هم زدی 4 تا شاهزاده شاهزاده هم گفت، دو دفعه هم گذاشت ما بریم اونجا زورزورکی حرف بزنیم، بازم دمش گرم. بعد بگیم بعد خوبو بگیم خوب. اون به فکر منافع کشورش، اسرائیل کشورشه. من نمیتونم بفهمم. بخدا آقا فارسی داره حرف میزنه. مثل خیلی ها هستن، الان بهتون نشون میدم، سفیر انگلیس فارسی حرف میزنه. اوکی؟ بنابراین وقتی به این، حالا این حاله که این پخش شد، تا موقعی که اونجا داشت نوکری میکرد، تو ماچ بکن من ماچ بکن، وقتی پشت پرده که ماها نمیدونیم چه خبر شده، منافع به هم میخوره، صداش اینجوری ضبط شده با بهترین رفیقاش و همکارانش که حرف زده، صدای ضبط شدهش میاد بیرون. حالا میان میگن آقا هوش مصنوعی بوده. مومنت جناب مهندس، بریم تو شماره 9، دست درد نکنه. وای 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 رضاشاه یک سلطان مستبد شرقی بود، خودش رو از اون قالب سعی میکرد بیرون بیاره و در جامعه یک دیکتاتور مدرن روشنرای اصلاحگر، چون که از قرن 17 ما در اروپا شاهدش بودیم، در بیاورد و موفق هم شد. تا اون بقایای اون روحیه استبداد شرقیش در اقداماتش مثلا برای
گرفتن انبار مردم و انباشتن یک ثروت شخصی فوق العاده قابل ملاحظه برای اون دوران، یا خودکامگی بیش از اندازش که همه افراد با ارزش رو که با اونها شروع کرد به ساختن ایران از پیشامونش پراکند، بعضی‌ها رو کشت، بعضی‌ها رو کشتن داد، بعضی‌ها رو خانه‌نشین کرد، به نام عواملی بود که به ناکامیش کمک کرد. شکستش مسلماً مربوط به عوامل خارجی بود. اگر جنگ دوم جهانی روی نداده بود و اگر سیاست خارجی رضا شاه عاقلانه تر می بود، روی تخت سلطنت می مرد و ایران خیلی خیلی وضع بهتری پیدا کرد. ولی سلطنت طلبان، توصیه من به این دوستان این است که یکم بخوانند، بیاندیشند، حالا دشمنشون با اصلا جاش یه فکر خودشون باشه. سپاس از شما جناب مهندس سیاسی گرامی. حالا گوش کنید، اون تومون قرمز رو بذارین کنار، من فقط اومدم اونو بهتون نشون دادم. راسته دروغه، من کاری با اون ندارم، میخوام ذات اینا رو به شما. شما اگه فرض کنید این دروغ هم باشه، یه چیزی راسته، ذات اینا اینه، ذات اینا اینه. حزب مسروقه میگه این هوش مصنوعی گذاشتن واسه داروش ناهمایون. اولا بچه های داخل کشور دارم اینا رو به شما میگم که بفهمید چرا بهتون میگم نرید تو بازی دیگه. اعلیحضرت یادتونه چی گفت تو لس آنجلس؟ میدونید که چه شعاری باید بدید؟ میدونید؟ میدونید که چی میگم؟ دیگه چه جوری به ما بفهمونن که دور و بر من یه مش قمه به دست نشستن؟ خب بنابراین این مسروق چیا میگن چیز. آقا ملت یه چیزی بهم خانم به شما بگم، الان میان از من رضا احمدی یه کلیپ درست میکنه قشنگ با صدای خود همین آدمی که اینجا نشسته داره بد و بیرا میگه به اون چیزایی که نباید بگه، یعنی اون چیزایی که شما توقع ندارین دهن من بشنوین رو برای من درست میکنه. من سوال اولم اینه، این حرفا رو من کجا زدم؟ من به جز تلویزیون جلو دوربین چیزی رفتم؟ نه خیلی خوب، مگه این حرفا رو خود من ندارم؟ با من مصاحبه کردن، الان مصاحبه بود دیگه با داروش همایون، مگه نبوده؟ خب اون فیلم اصلیشو بیارید نشون بدید که ما ببینیم. ای راست میگه این بیچاره، داشته میگه رضا شاه بزرگ خیلی خدمتگزاری کرد، خیلی آی لوف یو گود مورنینگ یستردی تومارو، میگه ای راست میگه، ملت هوش مصنوعی بوده، بدجوری مصنوعی بوده هوشش. چرا اینقدر فکر میکنید ما احمقیم؟ احمق جد آبادتونه. این مردی که ذاتش این بود، مگه 10 سال پیش هوش مصنوعی بود؟ مگه 4 سال پیش هوش مصنوعی بود؟ مگه ملت چند دفعه از این بی پدر و مادر من آمدن بهتون نشون دادم؟ بعد من خودم اینجا نشستم، من هوش مصنوعی، من خودم با این بی پدر و مادر دو دفعه حرف زدم، یک بارشو که آوردم بهتون نمایش دادم تو صدای اسرائیل، من صدامو پخش نکردم با این مرد که حرف میزدم. اونم هوش مصنوعی بود، اونم میگه نواره، نوار که پا نداره. حالا چرا اینا رو دارم بهتون میگم؟ به خاطر اینکه بفهمید ایرانیان داخل کشور، بفهمید چرا بهتون میگم بیایید بگید رضا شاه روحت شاه، شاهنشاه روحت شاه. چرا؟ چون حزب مسروقه دستش تو دست بشیر بشکه است. حزب مسروقه و بشیر بشکه دستشون تو دست کیه؟ چپ اسرائیل. زن بشیر بشکه کجا میخواد بره؟ هلند. چه کار کنه؟ سخنرانی بکنه 25 شهریور. کیا؟ پارلمان هلند رو دعوت کرده، یه مش پیرمرد زپرتوی بازنشسته شده. من چند تا از این آلمانی بیارم اینجا، بیارم اینجا باشون باهاشون مصاحبه کنم، از اسپده، CDU، FDP، گرونه، همه بازنشسته، همه هم تیتل پروفسور دکتر مهندس عمل میلر. پدر سوخته بازی. چرا؟ چون ما ایرانی‌ها کمبود داریم، کمپلکس داریم، مثل هست تو شعرامون همش میگیم بارون بارون بارون، کمپلکس بارون داریم، چون بارون نمیاد به مملکتمون دیگه، همش واسه بارون آواز میخونی. واسه همین شعرامون هی میگن چشم یارو جمال یارو باسن یارو این ور دلم اوفه اینا اون ور دلم شوته اینا، چون عوض مردای ایرانی ندیدن دیگه اونجوری که باید ببینن. این اروپایی‌ها بچگی دیدن اون چیزی که باید ببینن، همچین جای خوبشو و همین ما دست و پامون سری میلرزه. بعد که خرمون رو پل گذاشت میگه همین بود، آره همین بود، بعد دیگه چی بوده؟ من چیز دیگه مگه باشه؟ کمپلکس داریم. تا یکی میگه دکتر پروفسور تحلیلگر عباس شاخان، چه تحلیلگری؟ مرکه توده یه تروریست، این بی پدر و مادر، مرکه بی سواد، یه طویل اولاغه.
چه تحلیلگری؟ واسه همین سری دست پامو میلرزه تا یه نفر میاد یه کتاب میذاره جلو چهار دفعه راجع به تاریخ میگه تاریخ دکتر اوا دوکی. چه دکتری؟ چه چرت پرتی؟ کتاب رو بنداز کنار، بیا بنداز نقاب ببینم چه مرد علاجی. دو تا مش بزنید تو این بغل مخاتون، عنکبوت گرفته مخاتونو. چرا اینقدر اجازه میدید هر کی بیاد دوربین بشینه اینقدر چرت پرت بگه که اتوش کی بیاد بیرون کثافتی به اسم لگن فروش دزد بیناموس که بشینه برنامه بده به اون یارو اعتمادی بشینن اونجا فحاشی بکنن به زن شاه مملکت که حالا میام به خدمت چهارشنبه میرسم وقت ندارم یارو جوادی. بعد یه قورباغه خشکی چرتو، قورباغه خشکی چرتو رو نشستن اونجا به اسم مشروطه چی چون رو من در رداغون تو پالتاک من ردوانسش میکردن. من خودم که از فامیل مصدقم، خفه بمیر مردش رو قیافته ببرن چرتو قورباغه خشکی، خفه بمیر، خفه بمیر مردشون رو فکت ببره، خفه بمیر، فلون فلون شده یه سنگ با فروش. جناب مهندس برین تو سفیر انگلیس شماره 10 یادتون میاد راجع به انگلیس انگلیسا چی بهتون میگفتم؟ اینا اونیه که میگم خدا یار عاشقانه، اینا اونیه که میگم وقتی قلبت با خدا بشه خدا سند میذاره جلوت. 6 سال حرفام داره بهتون ثابت میشه. تو مون قرمز دیدین، داروش نامایونو دیدین، هزم اسخره دیدین، این بشیر بشکم تپش در میاد. صبر کن. بعد اون موقع میگه خوب هم میگی جاسوس بود فلان بود. ها وقتی نمیفهمید امیدوارم نفهم دنیا برید. آره چون من عقلمو دست کسی نمیدم برای همین زیاد فوش میخورم. جامعه ایرانی اینه، وقتی چون نسبت به جامعه یه ذره بیشتر میفهمی و چون متاسفانه 10% میفهمه 90% نمیفهمه، تو باید چوب اون 90% الاغو بخوری. آره آقا توهین میکنی، توهین میکنم تو سرت هم میزنم، انقدر میزنم تو مختون تا این مختون تکون بخوره و یکی بیاد بزنه تو پوزمون، بزنه باید راحتمون کنه. تا موقعی که فرخزاد زنده بود هرچه دهنمون در اومد بهش گفتیم، یعنی من که نگفتم، لعنت به پدر مادر کسی که گفت. تا تیکه باراش کنه 37 ضربه 37 ضربه چاقو به نیت چرا 37 ضربه؟ چون 37 سال شاه تو ایران حکومت کرد، 37 ضربه چاقو بهش دادن. همه حالا گل سر آرامگاهش آهنگاش پخش میشه، دکتر فرخزاد گفته ما چه ملت سیری هستیم، روزی 1000 دفعه گول میخوریم بدجوری سیریم. این حرفا رو از کجاش پیدا کن؟ اینا این سندش تو کابر فلان گفته. بابا دمت گرم، ای والا. حالا دونه دونه رفتن از زیر خاک کشیدن بیرون که فریدون فرخزاد چیا گفته، دونه دونه حالا رفتن از زیر خاک میشن بیرون مانوک چیا گفته، رضا فاضلی چیا گفته. یه روز نوبت منو بدبخت میرسه، نه من در حد اونا باشم، من شاگردم، ولی یه روز میگه ایداده میداد رضا احمدی بدبخت میگفته این فلانی تومون قرمز است، ما بی خودکی میگفتیم تومون شابیه، مثلا تومون نداشته، حالا ما یه حالا بهش دادیم گفتیم قرمزه. جناب مهندس بریم تو شماره 10 دست درد نکنه. که به ایران اومدین؟ 2000 اولین باری که به عنوان سفیر به ایران اومدین؟ 2021 بود. بهترین جایی که توی ایران دیدین؟ شیراز. یه شهر توی ایران که شما رو یاد بریتانیا میندازه؟ فکر کنم که رشت باشه. اولین باری که از ایران رفتید دلتون برای کدوم شهر تنگ شد؟ بم، قبل از زلزله. جنگل، کویر یا دریا؟ کوهستان. قشنگترین فصل در ایران؟ بهاره. لهجه مورد علاقتون؟ لهجه اصفهانیه. یه جمله فارسی که قابل ترجمه نباشه؟ قربونت برم، دورت بگردم. ویژگی بارز ایرانی ها؟ تعارفی هستن. اسطوره ایرانی مورد علاقتون؟ کاوه آهنگر. خوشمزه ترین غذای ایرانی؟ باید قرمه سبزی باشه. کدوم غذای ایرانی رو خودتون میتونین درست کنین؟ کباب کوبیده. نوشابه دوغ؟ دوغ با دیزی و پیاز. کوبیده یا جوجه؟ جوجه جاده به شمال. بربری یا سنگر؟ بربری. استقلال یا پرسپولیس؟ من همیشه آبی هم. چای یا قهوه؟ چای لاهیجان. و قشنگترین قسمت شغلتون؟ خب بودن تو ایران کنار ایرانی ها. من عاشق تاریخ و فرهنگ ایرانم. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. یادتون میاد راجع به انگلیسا چی گفتم؟ شاهنامه رو بهتر از ما میشناسن، قشنگ میدونه ایرونی مادر در ایران در خانه چه نقشی داره.
پدر چه نقشی داره، بابا بزرگ کیه، مام بزرگ کیه، شب چله چیه، عیدی چیه، چرا ایرونی ها رو آتیش میپرن، زرتوش کی بوده، بابک چیه، آبگوش چیه، دیزی چیه، پیاز چیه، چرا پیاز رو باید با مش بزنه روش خورد بشه، چلو کباب چیه، چیه چیه. به شرافت بشری سوگن انگلیسی بهتر از من ایرونی ایرانی میشناسه. وقت من نشستم گفتم لندن، مه لندن خیلی بجوری غلیظ داره، لندن مه داره، بجوری مه داره. بعد کورم مه گیلان و مازندران رو نمیبین. خیلی یه پارک دارن، هایده پارکه، خیلی بجوری توپوله پارکش. بعد کوریم پارک شانشایی خودمون رو نمیبینیم. خیلی احمقیم. خرم شهر یک با هزاران جاوید شاه $200. دست گله درد نکنه خرم شهر یک. بانو مریم هم با یک شاخه گل برای استاد رهنوردی عزیز روان شاد $30. دست گل درد نکنه مریم عزیز. اهورا از اسرائیل $25. دست گل درد نکنه آقا اهورای گل از اسرائیل. عرض کنم اقبالی $50. دست درد نکنه اقبالی. اقبالی خودمان یا اقبالی خودمان. مهین و داریوش عزیز $30 ماهیانشون شد $50. دست مهین و داریوش عزیز درد نکنه. خیلی ازتون سپاسگزارم بانو مهین و آقا داریوش گل. عنایت الله یاد فیلم چیز افتادم، ناصر ملک موتی بازی که مهمان، اسم چیز عنایت الله خان بود یادش بخیر. به هر حال عنایت الله عزیز ما $20 رو ماهیانه کردن $40. دست گل درد نکنه عنایت الله عزیز. خانوم دوستدار تلویزیون ایران آریایی، درود بر شما بانوی دوستدار تلویزیون ایران آریایی، $50 هم کردن $100 ماهیانه. ای والله سه تا ماهیانه داره میاد. دست گلتون درد نکنه، یعنی زیادش کردن. خورشید عزیز ما هم $50. دست خورشید هم درد نکنه، سپاس از لطف و محبتت. روبرت هم جان‌نثار خاندان پهلوی از شیکاگو مثل همیشه همرزم گل ما $200. دست درد نکنه روبرت جان، خیلی ازت سپاسگزارم. آقا فرشاد گل و خانواده هم از اورنج کانتی $250. دست آقا فرشاد گل و خانواده محترمم درد نکنه. دیدی انگلیسا رو دیدی؟ آره. قبل سیما رو دیدی؟ داریوش ناهمایون رو دیدی؟ اونا دست پرورده این جریانه. حالا بیا تو خیابون بعد بگو به نام زن زندگی آزادی، دست کلای تیر قیب، وبا یرقام، زیر ماشین کرونا، که کتک بخوری، ساچمه بخوری، چشو چارت کور بشه. اروپایی ده شی تو زمینش هیچی نیست، گاز داره زمسون، نفت داره تابسون، پمپ بنزیناش پر بنزینه، فروشگاهاش پر شکلاته، سگاشون جوجه میخورن، گوشت میخورن، نخود میخورن، هر چی بگی تو کره زمین باید بره تو معده خودشونو، سگشونو، گربهشونو، آکواریوماشونو، هر چی بخور بخوره تو دنیا، از کولومبیا، شیلی، ونزوئلا، کاستاریکا، کوبا، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، اندونزی، کامبوج، دیگه تایوان، هر چی تو دنیا بخور بخوره، میوه، حبوبات، گندم، جو، زهرمار، دست کلنگ، تو فروشگاه ها اینا هست، ملت من باید بره تو صد تا آشغال غذا بخوره. چرا؟ چون یارو مرد که تمرگیده اونجا، اون بهش میگه توماج، اون میگه کوماج، اون یکی میگه خنگنگگی آزادی، مردشور قیافه تک به تکتون رو ببرن، خاک بر سر هر چه آدم بیناموس بیشعور نفهمه. امیدوارم بیشعور و نفهم دنیا بروید. بله 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 بله، اگر بیشعور نبودیم 57 اون گوهو نمیخوردیم که انگلیس گذاشت تو دهنمون، اون واجبی رو با استفراغ گذاشتن جلومون خوردیم، که امروز من بشینم اینجا ذرات وجودم هرس و جوش بخوره که قرار شنبه چی بشه، که آبشو نکشن چلو بشه. یه نمیدونم چی بگم، چه میدونید من اینجا نشستم چه خبره؟ آقای مهندس بریم تو شماره 11، مخصوصا اینو پخش میکنم لس آنجلسیا گوش کنن، آدرس رو یاد بگیرید. جناب مهندس بریم تو شماره 11. نیای عزیز لس آنجلس جنوب کالیفرنیا، تو
توی 16 سپتامبر سالگرد مهسا امینی دو تا تجمع هستش توی شهر لس آنجلس. من می‌خواستم خدمتتون اطلاع بدم که تجمع داونتاون مربوط به گروه ال اکروتس و تجمع سلطنت طلبانه که کمپین انتخاباتی آقای پهلوی و همسرشون پیش از براندازی اونجا برگزار میشه. یه تجمع دیگه هم داریم توی شرمنوکس گالریا که تجمع آزادی خواهان ایران فراجناهی و فراحزبیه و فقط عکس جاوید ناما و عزیزانمون داخل ایران که تحت ظلم هستن اونجا نگه میداریم و با شعار زن زندگی آزادی صدای هموطن همون میشه. میخواستم صرفا بهتون یادآوری بکنم چون واقعا به من مربوط نیست توی کشور آزاد اگر شما سلطنت طلبی طرفدار آقای پهلوی هستین. میخواستم بهتون بگم که تجمع دانتان تجمع فراحزبی نیست. اون اتفاقی که روز 11 فوریه افتاد و از حضور شما برای کمپین تبلیغاتی آقای پهلوی و همسرش اسامی بچه ها رو بگم. بانو مهین از سنخوزه $200، دست بانو مهین از سنخوزه درد نکنه. خیلی از سپاسگزارم. به خاطر یا به یاد کیان پورفلک و مجید رضا رهنورد $20، دست گل شما هم درد نکنه. سپاس از شما. همشهری امیرکبیر هم $20، همرزم ما دست درد نکنه. همشهری امیرکبیر. پیروز ایران ستا هم $20، دست درد نکنه. پیروز عزیز. ایران دوست از شیکاگو $25، دست شما هم درد نکنه. ایران دوست عزیز. میهن شاه هم برای بچه‌هایی که نقاشی میکشن $50، دست گلت شما هم درد نکنه. لیلا ادب $150، دست شما هم درد نکنه. لیلای ادب، لیلای ادب طویله اینا رو گوش نکنی وقت ادب ادب از بین میره. لیلای ادب هم $150، دست درد نکنه. لیلای ادب شنیدید اینو؟ این بچه مفعولو شنیدی؟ مخصوصا پخشش کردم که بچه های لس آنجلس، بچه هایی که احتمالاً میدونم غیرت میرد اونجا خبری نیست، یه 2-3%، اونایی که قراره اگر نعوذ بالله بگم یا قل هو الله بگم تو لس آنجلس کاری بکنی، چون اینجا نظری نمیدن ها، صف نظری نیست، اربعین هم نیست، تاسو عاشورا هم نیست، سینه زنی هم نیست، اون طویله رادیوی 77 هم نیست، اینجا جنگ میهنیه. ایران میرید میایید، حواستون باشه، عکس میگیرن میگیرنتون. آها دارم راجع به آدم حسابیا صحبت میکنم. اگه شرف دارن میهن پرستان داخل این شهرک، آدرس اینیه که این داد، اونوری نرید، اونوری قش نکنید، اونوری مال باند معصوم قومی، حامد کیسه‌کش، معتادی، چوزشیفته و بقیه اراذل. اون یکی چی بود؟ نازنین بود، چوزنین بود که بود اون یارو، این مال اون بخشه. تو لندنم الان بهتون نشون میدم، تو لندنم یه عده‌ای که رفتن زیر کت اعلیحضرت قایم شدن، تو همین جلسه ای که اعلیحضرت بوده پشت اعلیحضرت هم نشستن و یه زنم هست بی هویت، این مال جریان سبز بوده، حواستون باشه گول اینا رو نخورید. رفتن و بعد زیر کت اعلیحضرت و اعلیحضرت هم نمیتونه بگه که نه، استوری میکنه و همسرشون این کارو میکنه. گول نخورید، گول نخورید. بچه های میهن پرست در منچستر، بچه های میهن پرست در لندن، خانه مشروطه و سامانه پادشاهی، برید تو گروه اینا، اونا دنبال پدر سوخت بازی هم. دارم بهتون میگم، میخواید برید برید، من وظیفم گفتنه، خود دانی. لندنیا حواستون باشه، اونا همشون سرشون تو ماتت حزب مسروق است. خیلی هم جاویدشا میگن، 1000 تا هم عکس گرفتن تو قاهره بغل دست شعبانی، چنان گردنم واسط میاد که مگه نشدید شاهزاده چی گفتی؟ گفته امروز فقط اتحاد. بچه ها گفتن خب ما پرچم شیر و خورشید میخوایم بزنیم بالا، یه پرچم عکس علاته. نه نه نه، عکس نیادی، چرا میخواین عکسو بکنین تو حلقوم مردم؟ کی میگه؟ دو تا تنلشی که ادعای میهن پرستی هم میکنن، اسم لجنشون رو نمیتونن بیارن. حالا شاید یه جوری آوردن، از من که همه چی بعید نیست. جناب مهندس عکسا رو لطف کنید، 13 14 15 16، اون کلیپ 12 که حسن ختام برنامه مونه، 13 رو پخش کردیم، این یارو مفعوله رو. آره بریم تو عکس ها. خب اینه، حواستون رو جمع جور بکنید، گول نخورید، بس دیگه قبول میخورید. اینا که بهتون نشون میدم، اینا رو با هرس و جوش و بدبختی دارم جمع میکنم که بهتون نشون بدم. اینا هر جا دوست دارید برید، من اصلا نه. تو عکس ها 13 و 14 و 15 و 16
بله، همش دنبال پدر سوخته بازی، همش میخوان فقط بچه های میهن پرست رو حذف کنن. صد تا مثل شما ها رو ما حذفتون میکنیم، هزار تا مثل شما رو حذف میکنن. ما بچه های میهن پرست سر صفیم، مرده و زنده تون هم میاریم جلو چشاتون. ملت دارن به تو آ نگاه کن، نگاه کن آقای مهندس، میتونی لطف کنی اکثر رو بیاری جلو؟ من با بالایی کار دارم، دست گل درد نکن. ممنونت. من حرف الکی نمیزنم، من آزار دارم بیام حرف چرت پرت بزنم. خانم آقایون، با انگشت نشون دادم، اسمم نوشتم، عکسام مشخصه. سمت چپ رو نگاه کنید، رحیم بندویی، بند و آب داده، یه همچین چیزی مردشور اون قیافته ببرن. به خدا قسم من از کت و شلوار و کراوات و پیرن این کت و پیجامه تو منزل دارم، خدا شاهده. دیدید اونو؟ اون رو داشته باشین. نگاه کنید توی این صف کی وایساده؟ اون نوریزاده است، اونم فواد پاشایی، اونم خانوم وزیر امور خارجه اسرائیل. دیدی؟ عکسارم دیدی؟ مونتاژم که نیست، هوش مصنوعی هم که نیست. ها؟ آلسکلا. آقای سیاوش لطف کنید حالا عکس پایینی رو نشون بدید. دستتون درد نکنه. بقیه اعراض لوباش هم نمیدونم چیه. نمیخوامم بدونم. اون مردی که رو دیدی؟ رحیم بند و آب داده؟ نگاه کنید این چه کار است؟ تجزیه طلب بلوچ. دیدی؟ چند صد میلیارد دلار، چند صد میلیارد دلار به من بدن، من تو اون جمع وایسم بغل دست این آشغال کثافت تجزیه طلب عکس بگیرم. ها؟ آقا من رفتم الان دارم با یکی عکس میگیرم، من نباید بفهمم با کی دارم عکس میگیرم. بعد بیام میگه میبخشید من نمیدونستم اسقرم اونجا بود. تو به گور پدرت میخندی بعد میگی من دبیر کلم و بعد من نمیدونم چی هم و یارو نویسندم و سردبیر سیاسی بودم و فلان. دروغ میگید، دروغ میگید، خیانت دارید به کشور میکنید. من وای میسم جلو تو پا همه چیشم وای میسم پا چون 25 شهریور باید تکلیف روشن بشه. من دیگه بریدم، خسته شدم، کف کردم دیگه انقدر بیام بشینم حرف بزنم. با به چه زمونی بگم؟ چقدر بیم شاهد مرگ بچه همون باشی؟ جناب مهندس لطفا باید بفهمی عکس بعدی رو. بابا خدا رو خوش نمی، بابا این آقای آریان وطن خود چقدر هی باید برید بگه ملت کمک کنید، ملت کمک کنید، ملت کمک کنید. بابا خسته، مگه خیال میکنه آقای آریان وطن خود خوشش میده بره بین بینا بگه بین کمک کنید؟ و من آزار دارم ببینم چه میگم. حسن 5 دلار 6 دلار بابا من زننه. زو حالا نگاه کن اون مردی که این حزب حلبی سازی که راه انداخته، نام فارسیش حزب مردم بلوچستان، سخنگوش ندام ناصر ریدی بلیدی ندام یادم چه مرکه فلان، بنیانگذار 21 سپتامبر فلان. حالا بونه مرام سیاسی ملی گرایی بلوچ، فدرالیست، سکولاریست، این همون مردی که بود که این حزب بشه. دیدی؟ حالا چه بهتون نمیگم. خب بعد اسم خودتو میذاری حزب مسروقه با اون افسر خائنی که کودتا رو لودا. جناب مهندس بعدی رو لطفاً باید بفرمایید، من وای میسم جلوتون، وای میسم جلوتون. یکیشون هم از یه تنلش تو آلمان صبح تا شب بر علیه ما فحاشی فحاشی فحاشی. ایرانیان داخل کشور دیدید ما اینجا داریم چی میکشیم؟ دیدید؟ زو دست درد نکنه خانم آقایون. اون پایینی که اونجا که زده انگلند که مردشون اسمشو ببرن، اون پایین زده منچستر، اینا بچهای منچسترن، همشون میهن پرست، همشون هم انسانای شریف. بچهای منچستر اینجا برید، پیش اینا برید در تظاهر. آدرسش هم اون پایین نوشته، منچستر ندارم سنترال چی چی و فلا اینا، خیابون و تشکیلاتش اون پایین ریز نوشته. این بچه های منچستر. آقای مهندس لط کنید بعدیرم لطم رو باید بفرمه. بعد اومدن به اینا میگن فحاش چاقوکش لات. چرا؟ چون اینا میگن جاوید شاه. دست درد کن آقای مهندس. اینا بچه های لندن هم. اگر لندنیا روز شنبه 25 شهریور 2582 شانشایی میخواید بیاید تظاهرات تو اون خیابون معروف و اون میدون معروف تو لندن، اون چیه میدون شهید چراغ علیه چیه، برگزار کننده سامانه پادشاهی لندن، اونم آدرس ساعت 13 تا 16، اونم آدرسش، اونم تا اینا بچه های میان پرستن. جای دیگه میخواید برید برید، از من میپرسید کجا، این دوتا رو من بهتون چیز میکنم، پیشنهاد میکنم. خود داری دست درد کن تا بیام راجب اون لندنی ها رو قشنگ براتون توضیح داد. دست درد کن آقای مهندس،
آقای مهندس کلیپ علازت لطف میکنی یه بار دیگه پخش کنی که اسامی رو بگید و ما هم دیگه از حضورتون مرخص بشیم. بله کلیپ دیگه این نیست. سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و یک سالگی انقلاب زن زندگی آزادی پیغامتون به مردم. پیغام من به همیهنانم این استش که علارغم تمام مشکلات، تمام سرکوب ها، تمام خشونت ها، تمام تهدید ها، تمام تحقیر ها، بدونن که این سنگری است که نبایستی رها کرد و بایستی خیابون ها رو نگه دارن، چون بالاخره اون زمان خواهد رسید برای تغییر. و چیزی که من به خصوص در نسل امروز میبینم استقامتشونه در مقابل تمام این تهدیدها، و این بزرگترین ضربه است به خود این نظام که همیشه سعی کرده روحیه رو از بین ببره، خرد بکنه، و خوشبختانه مقاومت رو در همیهنان هم میبینم. و بنابراین این سالگرد بسیار مسئله مهمی است که به خودمون و به جهانیان ثابت بکنیم که مردم ایران کجا وایستادن. توجه توجه، فرمان ملوکانه پادشاه ایران اعلی حضرت همایون شاهنشاه سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم پادشاه ایران می‌فرمایند: زادروز قهرمان سربلند وطن مجید رضا رهنورد است و ایرانیان آزادی خواه و میهن دوست یاد او را در سراسر جهان گرامی می‌دارند. زادروز مجید رضا را به شروع کارزاری 3 ماهه بدل کنیم و با برنامه ریزی، سازماندهی و همبستگی بیشتر آماده اعتراضات و اعتصابات در سال روز جاودانه شدن مهسا امینی شویم. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. امروز فرمان شاه داریم، حکم قیام داریم. سپاس از شما جناب مهندس هاش گرامی. اسامی چند دیگه از همیهنان عزیز رو بگم: سرکار بانو مهین عزیز از سنخوزه فرمودن به امید بازگشت نظام پادشاهی جاوید شاد $200، دست گل شما درد نکنه. ولنتاین از فرانسه ماهیانه رو ماهیانه میگه چیز کردن عوض شدن $25. خیلی ازت سپاسگزارم ولنتاین از فرانسه. چه عجب فرانسه، گهگاه یکی دوت ریز میاد از فرانسه، دست درد نکنه. و بجز این ماهیانه $25، $35 هم الان لطف کرد ولنتاین از فرانسه، خیلی ازت سپاسگزارم. زیر دریایی شاهنشاهی دلفین هم مثل همیشه لطف کرد $50، بی نهایت از شما هم سپاسگزارم. عرضم به حضور شما تا چشمت گوش لگم فروش دوز. رفتیم صفحه بعد. پری و شاهی، دفعه قبلم این دو عزیز لطف کردن، پری و شاهی هم عوض شدن. آقا $50 ماهیانه به خاطر بچه ها میان پرستان کوچولویی که نقاشی میکشن، دست پری و شاهی هم درد کن. خیلی ازتون ممنونم. آقا امیر گل ما هم از کانادا به یاد مجید رضا رهنورد روانشاد $37، دست درد نکنه امیر جان از کانادا، بی نهایت سپاسگزارم. اسامی رو بگیم، از حضورتون مرخص بشیم تا چهارشنبه بیایم خدمتتون. یک کلیپی هم هست، این شهرهایی هست که اعلام آمادگی کردن به امید خدا برای آمدن به خیابانها و ماندن تو خیابانها و نرفتن به خانه ها. حالا دیگه خودتون میدونید، میخواییم بیاین برین تو خونه ها، برید، به خودتون رب داره. برید تو خونه ها خیلی وضعتون خراب میشه، اینقدر خراب میشه که خیلی خراب. من نمیخوام اون روزو ببینم. خدا به دادتون برسه، بلایی به سرتون آخوند بیاره که خودت مچتو قطع کنه، بگه آقا یه مچ دارم، مچ جوونم اصلا $15. ببینید که بهتون گفتم، امونشون ندید، با دست خالی بیرون. خانوما یادتون نره چی بهتون گفتم، بی روسری بی مانتو. اینا باید بفهمن تو تعیین میکنی که من میخوام چجوری بیام تو خیابون، تو غلط میکنی به من بگی من چی بپوشم.
تیزی هم میزنی تو جیبتون. به چرت پرت خارج از کشور گوش. آقا اینا دارن خشونت رو تبلیغ میکنن، بدجوری میکنن تبلیغ. من تبلیغ میکنم، محکمم میگم ملت با دست خالی بیرون نیاید. عمونشون ندید. وقتی گفت بس نزن عمون بده، عمونش بدید. انقدر بزنیدش که آش پخته گوه از دهنش بیاد بیرون. راحت بهتون بگم به خارج از کشور گوش نکنید. دارم بهتون میگم اینا همشون دستشون تو چپ اسرائیل و تو حزب دموکرات آمریکاست. بابا زبونا مودر رو همشون خائنن. سرتونو حمید پاهنداز 20 سال بهتون فیلم نشون داد، 20 سال برای محرم گریه میکرد، رسما میگفت من سیاسی نیستم. بیا ببین چه جوری داره خودشو جر میده. فردا میره میگه رضا احمدی گفت این مجاهد بود، من باجوری سلطنت طلب بودم. حالا ما مرده شما زنده با اون میرزا قاسمی و بقیه تن لشا. ملت گول نخورید، نذارید پادشاهتون خم بشه پیش هر کس و ناکسی. غیرت داشته باشید. خرم شهری 1,200 دلار سپاس از شما. مریم عزیز 30 دلار سپاس از شما. اهورا از اسرائیل 25 دلار سپاس از شما. اقبالی 50 دلار سپاس از شما. مهین و داریوش 50 دلار ماهیانه دست درد نکنه. عنایت الله 40 دلار ماهیانه دست گل درد نکنه. خانم دوستدار تلویزیون ایران آریایی 100 دلار ماهیانه دست شما درد نکنه. خورشید 50 دلار سپاس از شما. زیر دریایی شانشای دلفین 50 دلار سپاس از شما. آقا فرشاد خانواده محترم از اورنج کانتی 250 دلار سپاس از لطف شما. روبرت عزیز ما هم 200 دلار رو کرد 400 دلار. دست درد نکنه روبرت جان، خیلی ازت سپاسگزارم. روبرت عزیز از شیکاگو. همشهری امیرکبیر 20 دلار سپاس از شما. پیروز ایران ستا 20 دلار سپاس از شما. ایران دوست 25 دلار از شیکاگو، خیلی ازت سپاسگزارم. لیلا ادب 150 دلار سپاس از لطف و محبت لیلا. میهن شاه برای بچه‌ای که نقاشی میکشن 50 دلار دست گل درد نکنه. بانو مهینم سنخوزه به امید آزادی و پیروزی 200 دلار خیلی ازت سپاسگزارم. به خاطر کیان پورفلک و مجید رضا رهنورد 20 دلار سپاس از لطف و محبتت. ولنتاین فرانسه 25 دلار ماهیانه، 35 دلار هم الان لطف کرد، خیلی ازت سپاسگزارم. پری و شاهی هم لطف کردن ماهیانه برای بچه هایی که نقاشی میکشن 50 دلار خیلی ازتون سپاسگزارم. آقا امیر گلم از کانادا به یاد مجید رضا رهنورد 37 دلار دست و پنجه همه تون درد نکنه، درد و بلاتون مستقیم بخوره وسط کاسه سر هرچی بیناموس دولجنجله است و لندن. با یک جهان سپاس و سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی. چهارشنبه و آدینه حرفا رو بشینید گوش کنید، خودتون قضاوت بکنید. شعار همینیه که من بهتون میگم، مبارزه اینیه که من بهتون میگم، این کاری که من بهتون میگم گوش کنید. نشینید بگید رهبر نداریم، میدانی نداریم. من رهبر، من میدانی، من هر چی قرار اون تو باشه به من گوش کن. اگر به راه عوضی رفتید سر منو بکنید توی اونجایی که باید بکنید. گوش کنید بهتون چی میگم. نه رهبر نه ما هیچی نمیخوایم. خودت رهبری، خودت همه کاری. بریزین تو خیابونا شعارهای واحد بدین. هر کی هم عوضی عرضه چنان بزنید تو پس سرش که سکندری بخوره زمین. هر کس که نزنید اونم بزنید. هر کس که مرگ بر دیکتاتور بزنیدش. انقدر بزنیدش تا یه ایران بیا تو خیابون. همینطور که آقای سیاوش گفت. کینگ رضا پهلوی جاوید شاه. و سلام علیکم و رحمت الله. لعنت به روح الله. تا چهارشنبه پاینده ایران جاوید شاه. زنده و جاوید با سلسله پهلوی. پاینده ایران جاوید شاه.